میکنم خدمت همه شما عزیزان. خیلی خوش آمدید به نشست ما از مطالعات سیاسی اقتصادی پرسش در چهارمین همایش ملی پژوهش اجتماعی فرهنگی در ایران. من اجازه تشکر میکنم از انجمن جامعه شناسی ایران. کما بیش از مدتی قبل در جریان بودم که دوستان در این انجمن چقدر زحمت کشیدن برای همایش و مسلماً برگزاریش این همایش هایی در سرهای خودش رو هم داره. امسال اما یه اتفاق مبارک و میمونی که افتادش همکاری محسن تو سیاسی اقتصادی پرسش با انجمن بود در این همایش. به نظر میرسه که بعد از سالها نادیده گرفتن بعضی وقتها از طرف برخی دوستان عداوت نهادهای آگاه آکادمیک به این نتیجه رسیدند که گویا تولید علم و دانش در سطح لااقل علوم انسانی توسط نهادهای خارج از محیط آکادمی و با استانداردهای جدید مسلماً متفاوت با استانداردهای آکادمی داره صورت می‌پذیره و این اتفاق که نهادهای علمی کشور در واقع همکاری دارن می‌کنن با این نهادها اتفاق خیلی خجسته‌ای. واقعا جا داره تشکر بکنیم از انجمن جامعه شناسی که همواره در این زمینه از سالهای گذشته پیشرو بوده. امسال هم با این حرکتی که کردش و خب کما بیش هم میدونیم که در مخالفت‌های زیادی با صورت گرفتش ولی ایستادن آقای دکتر سرایزاده، آقای دکتر احمد نیا، آقای دکتر قانونی راد که همتون نمیدونم تشریف نیاوردن رو داریم ببینیمشون امروز و باقی دوستان من الان حضور ذهن ندارم. از همه شما متشکریم. امیدواریم که این آغاز همکاری باشه میان نهادهای اینچنین با آکادمی، با آکادمی که لااقل در حوزه علوم انسانی به شدت دچار بحرانه و لااقل بتونیم با این همکاری ها بخشی از اون هدر رفت انرژی و تایمی که در تمام این سالها در این حوزه اتفاق افتاده رو جبران بکنیم. همونطوری که از قبل اطلاع رسانی شده بودش ما امروز در این نشست پنج سخنران داریم. ابتدا خدای فرهادپور خواهیم بود سخنرانی خواهند داشت قرموش نیم ساعت با عنوان بنبست در علوم اجتماعی و بعد از اون نشست آغاز خواهد شدش. ابتدا در خدمت های صداقت خواهیم بود، سپس در خدمت دکتر ماجو، سپس بعد عادل مشارکی گرامی و در آخر هم صالح نجفی عزیز. امیدوارم که تا آخر این نشست صبر داشته باشید، حوصله هم بکنید تا به قول گفتنی از سخنرانی ها نهایت استفاده را هم ببرید. من بیش از این وقت رو نمیگیرم، در خدمت های فرهادپور هستیم و بس در علوم اجتماعی. با سلام و تشکر از حضورتون. من اول بگم که موضوع بحث من همین علوم اجتماعی در کل و نه اونجوری که تو برخی پوستر آمده در علوم اجتماعی در ایران که من واقعا نسبت به وضعیتش نه اطلاعی دارم نه صلاحیت که صحبت بکنم. برحال بحثم رو با یک تکه‌ای از مقاله معروف فعلیت فلسفه آدورنو شروع میکنم که میگه میگویند یکی از قوی‌ترین فیلسوفان دانشگاهی حال حاضر، که منظور از این قوی‌ترین فیلسوف در واقع مارتین هایدگر، یکی از قوی‌ترین فیلسوفان دانشگاهی حال حاضر در پاسخ به این پرسش که چه رابطه میان فلسفه و جامعه شناسی وجود دارد گفته است: در حالی که فیلسوف همانند معماری است که نقشه یک خانه را طرح می کند و آن را بست می دهد، جامعه شناس همانند دزد شب رویی است که از بیرون خانه از دیوار بالا می آید و هر آنچه را دم دستش است به ذرت می برد. مایلم این مقایسه را تصدیق کنم و تفسیری مثبت از کارگردی ارائه دهم که
دکتر در خدمت فلسفه به جامعه شناسی نسبت میدهد، زیرا خانه، این خانه بزرگ، از مدت‌ها پیش زوال یافته و پایه‌هایش پوسیده‌اند، به نحوی که اکنون نه فقط همه ساکنانش را به نابودی تهدید می‌کند، بلکه مسبب تخریب همه چیزهایی است که درون آن انبار شده‌اند و بسیاری از آنها منحصر به فرد و تعویض ناپذیرند. پس اگر دزد شبرو این چیزهای تکین و به واقع غالباً نیمه از یاد رفته را سرقت میکند، عمل او به جا و نکوست، البته به شرط آنکه این چیزها صرفاً نجات داده شوند. او به سختی ممکن است برای زمانی طولانی آنها را از خود نگه دارد، زیرا این چیزها برای او ارزشی ناچیز دارد. خب این تشبیه رابطه جامعه شناسی و فلسفه را، البته اگه بحث آدورنو رو دنبال بکنیم میبینیم که او خودش در ارتباط با تفسیری که از فلسفه داره به عنوان این که فلسفه ایده تفسیر رو دنبال میکنه و علم ایده تحقیق، و نهایتاً میگه رابطه برعکسه و این فلسفه است که در مقام تفسیر موضوعات و داده‌هاش رو از علوم اجتماعی میگیره. ولی اگر به همین تشبیهی که هایدگر کرده ادامه دهیم، میتوانیم بگوییم یه قدم جلوتر بریم از بحث هایدگر و حتی تکرارش توسط آدورنو، و اینکه بگیم این عتیقه های فلسفی دزدیده شده از عمارت رو به زوال فلسفه از قضا واقعا دیگه روز خریداری ندارن و روی دست همین دزدان شبرو موندن، زیرا به یه معنا امروز گفتار مسلط همین گفتار هنر و هنرمندی است و بیشتر این عتیقه های هنری هستند که مثل آثار هنری قیمتشان رو به افزایش است و به همین واسطه هم است که امروز در واقع همه هر کسی به یه شکل خودش رو هنرمند میدونه. عملا میشه گفت که علوم اجتماعی با پارادوکسی روبرو هستند در اینجا. محصولات آنها حالا چه تولید خودشان باشه و چه دزدی، همونجوری گفتن دیگر خریداری نداره و به یه معنا در خیلی از موارد دچار همین انبوه تولید و نبود تقاضای مؤثر هستن. میشه گفت علوم اجتماعی در مقام نظریه در کنار مارکسیسم و روانکاوی و غیره جملگی محصول فضایی هست که فلسفه هگل باز کردن. تار و پود این فضا چیزی نیستن جز فکر و تاریخ، یا فلسفه و تاریخ، یا منطق و تاریخ. نظریه، اصولا مفهوم نظریه یا تئوری، به ویژه نظریه انتقادی در معنای عام آن، محصول اصلی این فضای فکری تاریخیه که عملا فلسفه هگل با پایان بردن فلسفه اون رو باز کرده و اجازه داده یه چیزی به نام تئوری یا نظریه مطرح بشه. خب علوم اجتماعی در واقع امروزه بر اساس این تاریخ 100 ساله‌شون میشه گفت با پناه گرفتن در دانشگاه و نهادینه شدن در قالب آکادمی به واقع جایگاه خوبی دارن با توجه به وضعیت در واقع فرملال دنیای امروز. خیلی راحت میشه نگاه کرد که رفاه و حقوق بالای استادان دانشگاه گویای اینه که در همه کشورها جزی از قشر بالای طبقه متوسط هم و این خودش گواه و هر حال اینه که وضع علوم اجتماعی از این نظر بد نیست. به علاوه نقش کارگردی آنها در نظام سرمایه‌داری بروکرات جهانی هنوز شکلی از مشروعیت یا دست کم جست آن رو برای علوم اجتماعی ممکن می کنه. در واقع برحال اینجا و اونجا هنوز یک فونکسیون هایی رو در خدمت کلیت نظام دارن. اما مسئله اینه که علوم اجتماعی در مقام نظریه خواه‌ناخواه هنوز به اون الگوی پژوهش و تفکر عقلانی هدفمند در راستای حقیقت وفادارند، یا دست کم نمیتوانند خود را به تمامی
از شر تعهد به پژوهش عقلانی غیر مغرضانه و جستجو و بیان حقیقت رها سازند. این دستاورد روشنگری برای در واقع همه علوم انسانی و اجتماعی و به علت همین وفاداری هم هستش که با یک تناقض و بحران درونی روبرو شدن، چون همانطور که گفتم محصولاتشون خریداری نداره و بیشتر نقش تزیینی داره، ولی وفاداری آنها به آرمان و هر حال پژوهش عقلانی اونها رو با این پارادوکس روبرو میکنه. پارادوکسی که در واقع مثالهاشو میشه در برجسته‌ترین موارد علوم اجتماعی اصل خودمون دید. من فکر میکنم شاید گویاترین و جدیدترین مثال از این وضعیت تناقض‌آمیز همین کتاب اقتصاددان فرانسوی توماس پیکتیه به نام سرمایه در قرن 21. این کتاب که چند سال پیش منتشر شد در واقع حاصل 15 سال گردآوری آمار و داده ها در ارتباط با مسئله نابرابری درآمدی است و به خوبی نشون میده که این نابرابری ذاتی نظام سرمایه‌داری است و نشون میده که از طریق چه مکانیزم هایی در واقع درآمد از اقشار پایین به اون قشر ممتاز چند درصدی بالای جامعه جا به جا میشه و به لحاظ امپیریک و گردآوری این داده ها کتاب خیلی جذابیت داره و سرصدای زیادی هم به پا کرد و سوی بسیاری از اقتصاددان های بورژوا لیبرال هم ستایش شد و در این حال کتاب به هیچ وجه هیچ ربطی به سرمایه مارکس نداره و هیچ ارتباطی هم حتی با نقد اقتصاد سیاسی نداره. اما نکته اصلی که پیکتی و در واقع همکارانش و کل اصولا علم به اصطلاح اقتصاد در پس از انتشار این کتاب باش روبرو شدن اینه که پیشنهادهایی که در این کتاب مطرح شده بود برای اصلاح نظام و تعدیل نابرابری در چارچوب خود سرمایه‌داری هیچ کدوم از این پیشنهادها به جایی نرسید و اصولا حتی جدی گرفته نشد و هیچ کس کوچکترین قدمی برای اجرایی کردنشون بر نداشت. در واقع معلوم شد حتی برای تحقق سطحی ترین رفرم ها که به هیچ وجه قرار نیست ساختار نظام رو به هم بزنه، ما نیاز به یک چالش سیاسی اساسی داریم که نیروی سازمان یافته مردم رو در برابر سرمایه جهانی و دولت ها قرار بده. یا به بیان ساده تر معلوم شد شرط تحقق اصلاحات چیزی کمتر از یک انقلاب دمامیار نیست. این خودش نمونه گویایی است از بنبست اصلاح طلبی و تلاش بی حاصل در جهت اصلاح نظام هایی که اصلاح ناپذیرند. و این وضعیت در واقع قرار گرفتن در جایی که شما حتی برای رفرم هایی که امور ممکنه و دم دستی تلقی میشن و سیاست هم گویا چیزی نیست جز علم امور ممکن، وصول به امور ممکن، خب شرایطی رو به وجود میاره که همونجوری که دیدیم در اون برای تحقق امور ممکن باید خواستار تحقق امر ناممکن شد و اگرچه این وضعیت تناقض‌آمیز احتمالاً برای علوم اجتماعی بورژوایی تا حد زیادی جدید و بی‌سابقه است، اما واقع مارکسیسم و سایر صور سیاست رادیکال سالها و دهه هاست که با این وضعیت آشنا، یعنی دقیقاً اینکه برای حتی خواست امور ممکن باید انگشت بذارن روی امر ناممکن در هر شرایطی. نمونه ها شما در مه 68 فرانسه هم شاهد بودید. در اینجا هم بگم که تاکید من بر خود امر ناممکنه، نه انقلاب به معنای حالا صرفا قرن 19 و 20 و اون و اولوها
هایی که حالا از انقلاب های روسیه و چین و جاهای دیگه برداشته میشه. نه، منظور دقیقا تاکید بر ناممکنیه. و بعد بگم که انقلاب هم به عنوان مثال امر ناممکن، ناممکن به نظر نمیرسه، بلکه به واقع ناممکن هست. اگر تو تاریخ نزدیک خودمون ببینیم، در مورد انقلاب 57، شما سال 55 از همون اقلیتی که دست اندر کار سیاست بودن میپرسیدید، احتمالاً همشون میگفتن هیچ موقع به این اندازه انقلاب دور نیست، نبوده، رژیم شاه هیچ موقع تا این اندازه با ثبات نبوده و مسلماً اصلا صحبت انقلاب رو ناممکن میدونستن. اما دو سال بعدش انقلاب رخ داد و از قضا باز با یه پارادوکسی علوم اجتماعی رو روبرو کرد، اونم این که تحلیل اقتصادی، جامعه شناختی، روانی، فرهنگی، هر نوع تحلیلی برای توضیح و تبیینش بعد از وقوع قضیه، وقتی برگردیم به قبل میدونیم هیچ کدوم از این تحلیل ها نمیتونستن این امر ناممکن رو، این گسست ناممکن در وضعیت رو واقعا پیشگویی کنن. انقلاب در مقام رخ داد همواره در وضعیت جادوگری قبلی به عنوان یک امر ناممکن رخ میده. علوم اجتماعی شاید تا حدی به دلیل نگاه امپریکال و پوزیتیویستیشون، یا حتی در سطحی بنیادی تر به واسطه همون وابستگیشون به عقلانیت معطوف به امور واقع و معین و داده شده، همواره در تقابل بین امر کلی و امر جزئی به ناچار طرف امر جزئی رو میگیرن، در تقابل بین وضعیت و گسست در وضعیت، یا وضعیت و رخداد، یا وضعیت و امر ناممکن، همیشه میرن سراغ اون چیزی که از قبل باش آشنان، یعنی خود وضعیت. و به عوض این که بتونن اتفاقا ناممکنی رو در ورای حتی مفهوم انقلاب به عنوان خود امر ناممکن، امر استثنایی درک بکنن، برمیگردن به قاعده، برای اینکه براشون در واقع همه چیز فقط اون قاعده است، اون موضوع معینی که جلو روشون هست و هیچ وقت امر ناممکن رو در واقع نمیخوان باش درگیر بشن و در نتیجه به این حکم کلی میرسن که nothing has taken place but the place itself، یعنی چیزی رخ نداده مگر افتخیزی در خود همون وضعیت داده شده از قبل موجود. بنابراین هر نوع امر ناممکن، امر و امر استثنایی گسست، یا حالا بگیریم انقلابی، از این دید جزئی نگر در واقع کلیت خودش از دست میده و تبدیل میشه به همه یه امر توضیح دادنی که خب آقا اینجا اقتصاد این بود، تورم داشت میرفت بالا، اونجا فلانی این حرف رو زد، هم آمریکا این عمل رو انجام داد، نفت نه قیمتش بالا رفت پایین اومد، چیزهایی که به هیچ وجه نمیتونن امر ناممکن رو توضیح بدن. و تمام تلاش علوم اجتماعی اینه که اون گسست رو برگردونه به یه نحوی به این مسائل و اون رو به خیال خودش توضیح بده و ببره توی اون منطق استدلالی و دیسکورسی به خودش. در اینجا به نظر من تردیدی نیست که نقد لوکاچ از تفکر بورژوایی و علوم اجتماعی مدرن کاملا درسته، به ویژه در ارتباط با همین مسئله کلیت و کلیگرایی و ناتوانی در واقع علوم اجتماعی مدرن در اتفاقا همین نگاه کلی. البته این سوای خیلی از پیامدهای سیاسی و جوانب فرعی بحث لوکاچ در تاریخ آگاهی طبقاتی که کاملا به لحاظ تاریخی هم خطا بودنشون آشکار شده، به ویژه
در خصوص یکی کردن مفهوم پرولتاریا با واقعیت طبقه کارگر صنعتی، که به یه معنا میشه گفت لوکاچ این توانایی اونتولوژیک یا توانایی ذاتی نگاه به کلیت رو به یه طبقه نسبت میده که ما در عمل هم میبینیم چنین توانایی رو به صورت ذاتی و اونتولوژیک در خودش نداره. خب این رویاروی علوم اجتماعی با این معما و پارادوکس کلی و جزئی رو مسلما میتوان از درون خود این علوم پی گرفت و دنبال کرد و به ویژه ناتوانی اونها در توجه به امر استثنایی، به گسست، به امر ناممکن رو میشه از دل خودشون پی گرفت و نشون داد کجاها ما با دیدگاه‌های فرمالی روبرو میشیم که نه فقط در جهت نگاه کلی بلکه حتی در جهت نگاه جزئی هم مسئلهشون پنهان کردن در واقع بحران و تناقضه. برای مثال تمام تصویرهایی که از جامعه بر اساس ایده حقوق طبیعی و قرارداد اجتماعی میسازن، یا همه تصویرهای کلی که از دولت میسازن بدون اینکه اتفاقا تکثر دولت ها در جهان واقعی رو مد نظر قرار بدن، میشه از طریق آرای برخی از در واقع صاحب نظران این علوم، برای مثال کارل اشمیت، اتفاقا برگشت و یه جوری منطق استثناء رو و شکل پارادوکسیکالش در حیات علوم اجتماعی رو بهش اشاره کرد. ولی به نظر من شاید مثال بهتر و بنیانی تر که یه جوری نقد، مبنای نقد لوکاچ هم تو همین کتاب تاریخ آگاهی طبقاتی بوده، روی کرده کانت به انقلاب فرانسه است، که من در واقع بحثم رو با اشاره به اون جنبندی میکنم. همه بکنم آشنایید با برخورد دوگانه کانت با انقلاب فرانسه. کانت در اول کار در واقع استقبال کرد از وقوع این رخداد و تشکیل مجلس ملی و در واقع از بین رفتن سلطنت استبدادی، و از قضا خیلی بر اساس موقعیت فنومنولوژیکال خودش، یعنی تماشای انقلاب از این سوی مرد، از این سوی رودخانه راین، قضیه رو مطرح کرد و ستایشش از انقلاب ستایش از رخدادی تماشایی بود که از قضا میتونه شور و شوق مبارزه، شور و شوق جنگیدن برای شرایط بهتر و امید به در واقع بهتر شدن وضع بشریت و رستگاری همه بشر رو در ناظران برانگیزه، و بنابراین رخدادی بود شایسته تحسین به خاطر این شوقی که در ناظران برمی‌انگیخت، از جمله ناظرانی که بیرون از آلمان داشتن انقلاب رو نگاه می‌کردن. ولی بعد این دوگانگی بین ناظر و بسندرکار پیش میاد و مسئله توجه به واقعیت انقلاب و تحول در واقع رخ داد، که همراه با به اصطلاح ظهور حکومت ترور و سالهای انقلابی حکومت روبسپیر و بعد هم ترمیدور، و در این میان البته مهمترین نکته به ویژه برای کانت محاکمه و اعدام لویی شانزدهم بوده، که کانت اون رو به عنوان در واقع یه جور اصلا محاکمه و اعدام خود قانون در نظر میگیره و در نتیجه اون رو یه جور شر ریشه‌ای میدونه که کلن اصلا بنیاد در واقع جامعه رو از بین میبره و شدیدن نسبت به محاکمه پادشاه و
بعد اعدامش واکنش نشون میده و از اینجاست که این برخورد نوع دوم پیش میاد، عمدتا در کتاب ستیز دانشکده ها و در دین در محدوده عقل ناب، و در اونجاست که میبینیم که کل انقلاب رو به مثابه شر ریشه‌ای کنار میزنه و این دوگانگی توی برخورد کانت کاملا محسوسه. به یه شکلی شاید از یه دیدگاه هگلی مارکسی بشه گفت بحث اولیه کانت چیزی نبوده جز همین آواز دهل شنیدن از دور خوش است، یا کسایی که بیرون از گود دستور میدن که لنگشون در واقع، و به نوعی شاید تحقق فیگور جان زیباست که هگل در پدیدارشناسی بهش اشاره میکنه، یعنی کسی که خودش میخواد دستهاش آلوده نشه به در واقع خون و کثافت تاریخ و بتونه در واقع در عین ایراد گرفتن به همه اون پاکی و زیبایی جان خودش رو حفظ بکنه. و به همین ترتیب میشه گفتش که برخورد دوم کانت هم بیشتر از دل یه جور محافظه‌کاری و یه جور سنت‌گرایی ارتجایی بیرون میزنه. اما شاید بهتر باشه از واقع این دو نظر رو و پارادوکس بین اینها رو در واقع به شکلی دیالکتیکی و شاید حتی بشه رو از منظر پدیدارشناسی ادراک بهش نگاه کرد. همه ما با این تجربه آشنایی که در دیدن و رؤیت یک منظره یا یک تابلو شما وقتی فاصله میگیرید و دور میشوید میتونید خب کل وضعیت رو ببینید و خطوط کلیش رو اون رو به عنوان یک پدیده کلی درک کنید، و وقتی هی نزدیک بشید و هرچی نزدیکتر بشید در مورد تابلو میبینیم از یه جایی به بعد در واقع تجزیه میشه و تبدیل میشه به یه سری دکه های رنگی که هیچ شاید معنا و مفهومی نداشته باشه و ذهن نتونه این داده های حسی رو به یه کل بدل بکنه. بنابراین میبینیم که یه جور دیالکتیک دوری و نزدیکی در خود پدیدارشناسی ادراک هست که ما اینو میتونیم کاملا به وضعیت در واقع تفکر سیاسی هم بست بدیم و ببینیم که دیگه نوع تفکر احتیاج داره که بر اساس وضعیت موجود بتونه در واقع بر جزئی‌نگری ذاتی درون خودش غلبه بکنه و با شاید یه جور فاصله گرفتن بتونه یه دیدگاه کلی داشته باشه. معنا کردن اینها مهمه، صرف حالا گفتن فاصله امر رو حل نمی کنه، ولی اینکه اصلا فاصله گرفتن یعنی چی، چگونه باید از چه چیز فاصله گرفت، در شرایط امروز جهان یه سیاست رادیکال مشخصا باید از دولت و بعد بازنمایی جهان توسط دولت فاصله بگیره و از کل اون بازنمایی که سرمایه جهانی داره از خودش ارائه میکنه و فقط از طریق این جدا کردن یا کسر کردن سابترکشن خودش از وضعیت که میتونه اتفاقا کل وضعیت رو ببینه. و علوم اجتماعی دقیقا به خاطر نهادینه شدن، دقیقا به خاطر امتیازات مالی که دارن، دقیقا به خاطر نقش کارکردی که در تجدید تولید در واقع جامعه بوروکراتیک سلطه سرمایه داران ایفا میکنن، به هیچ وجه جدا نیستن از این فضا و اصلا نمیتونن این فاصله رو ایجاد بکنن. نکته اساسی اینه که در واقع بتونیم ببینیم چه حد فاصله و چه نوع فاصله ای رو باید ایجاد کرد
و اینکه فلسفه و البته علوم اجتماعی انتقادی بتونن از طریق غلبه بر نسبی‌گرایی و اون چیزی که میشه اسمش رو گذاشت پاگانیزم معاصر که پست مدرنیسم بهترین در واقع تجلیشه، یه حرکت واقعی به سوی حقیقت، به سوی کلی‌گرایی جهان شمول رو ایجاد کنن. نقص خود این حرکت و درگیری با کل همونطور که دیدیم حتی در شکل‌های خیلی آبکی و دست پایینش مثل پیکتی خواهناها ما رو با خواست امر ناممکن و به یه معنای انقلاب رو در رو میکنه. اما شاید مسئله اصلی نوآوری و ابداع فکری و تولید حقیقت جدید در شرایط جدید ماست که امر ناممکن برخلاف چیزهایی مثل چه میدونم کلیت‌هایی مثل عدالت یا امر خیر، ما امر ناممکن خاص داریم. امر ناممکن همواره درست از وضعیت فاصله میگیره، درست همین یه ناممکنیه در دل این وضعیت، ولی یه ناممکنیه در دل این وضعیت، نه یک ناممکن همگانی همه جایی. بنابراین باید بشه در عین اینکه آدم به سوی در واقع امر کلی میره و امر استثنایی و تأکید رو بر امر ناممکن میذاره، این ناممکنی خاص رو در این شرایط خاص بتونه ببینه. و همین دلیله که من گفتم تأکید من بر امر ناممکنه، نه بر انقلاب به اون معنایی که تو قرن 19 و 20 داشتیم. ناممکنی که الان ما باهاش روبرویم میتونه به شکلهای دیگه بزنه بیرون و به شکلهای دیگه از طریق تفکر به چنگ آورده بشه. این که چگونه در واقع تفکر این حرکت امر کلی و این حرکت در واقع گسست و بحران درون وضعیت رو از آن خودش میکنه، یعنی یک دیسکورس عقلانی سیاسی میسازه و بعد اون دیسکورس رو تبدیل میکنه به یک نیروی مادی در قالب یک سازمان، این به هیچ وجه ضرورتی نداره که از الگوهای قرن 19 و 20 در واقع پیروی بکنه. مسئله اتفاقا اینه که کدام تفکر اونقدر شجاع و اونقدر خلاق هست که بتواند انقلاب رو از نو تعریف بکنه و در شرایط جدید ما در واقع امر کلی و امر استثنایی و امر ناممکن رو از نو ببینه. این من فکر کنم چالش اصلی روبروی علوم اجتماعی در روزگار ما، و اگر به این چالش پاسخ ندن در واقع دیگه حتی اون دوست شبروه که به خانه فلسفه میزدم نخواهند بود، بلکه سمساری عتیقه های بیمشتری رو در واقع باید برای خودشون علم بکنن. خیلی من خیلی متشکرم به خدمت فردی صدارت گرامی هستیم. اقتصاد سیاسی نابرابری درآمدی در ایران 1368-1395. سلام عرض میکنم، صدا میاد؟ روشن باید. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، از برگزار کنندگان همایش انجمن جامعه شناسی ایران و مؤسسه پرسش که این فرصت رو فراهم آورد سپاسگزارم. امیدوارم بحث های مناسبی بتونیم ارائه کنیم و حاضران استفاده ببرند از بحث ها. عنوان بحث من چنان که گفته شد اقتصاد سیاسی نابرابری درآمدی در جمهوری اسلامی ایرانه. این بحث حاصل یک کار پژوهشیه که من در ماهای گذشته انجام دادم. خب دامنه پژوهش خیلی وسیع بود برای پاسخ دادن به این سوال و در فرصت محدود کنونی سعی میکنم رؤوس کلی بحث رو ارائه بدم.
در حقیقت پرسشی که من در صدد پاسخگویی به اون هستم این است که در سال 1357 انقلابی در ایران رخ داد که یکی از هدفهای اصلیش چنان که مطرح شد، چنان که دیدیم و شاهد بودیم و چنان که جوانترها خواندند و شنیدند، بحث عدالت اجتماعی بود. اما امروز بعد از حدود 4 دهه از انقلاب نه تنها گامی در جهت عدالت اجتماعی برداشته نشده، بلکه وضعیت به طور مشخص توزیع درآمد به سطوح نابرابر بسیار در حقیقت خطرناک و نگران کننده ای افزایش پیدا کرده و با ضریب جیلی حدود 0.4 که تقریبا تو همین حدودم ثابت مونده در سالهای گذشته به صورت متوسط و چشمنداز هم بخیمتره، نشون داده که اساسا انقلاب در تحقق این هدف موفق نتونسته بشه و من تلاش میکنم ببینم که چه عواملی باعث عدم تحقق این هدف اعلام شده جنبش‌های مردمی سال 57 بوده. عوامل مؤثر بر این به اصطلاح نابرابری درآمدی و عدم عدالت در توزیع درآمد رو ابتدا در سطوح نهادها و ساختارها بررسی میکنم، در ادامه در سطوح مرتبط با سیاستها، برنامه‌ها و کل مجموعه راهکارهایی که مدیران اجرایی و قضایی و قانونی دنبال کردن در 3 دهه گذشته. پس بحث رو از نهادها و ساختارها شروع میکنم. نکته کلیدی که در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی وجود داشته و این نطفه‌اش در همان دهه بحرانی ابتدای انقلاب بسته شده و آثارش تا دهه‌های بعد و تا امروز ادامه پیدا کرده، تحکیم شده، موثق‌تر و قدرتمندتر شده، شکل‌گیری یک نظام دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران. اقتصاد سیاسی ایران اساساً مبتنی بر سیاست یک بام و دو هوا و معیارهای دوگانه است. آن تفکر ایدئولوژیک که اعتقاد به شهروند درجه یک و شهروند درجه دو داره، اعتقاد به خودی و غیر خودی داره، وقتی وارد عرصه اقتصادی شد میدان به اصطلاح بازی فراهم کرد برای بازیگران اقتصادی که در این میدان معیارهای دوگانه حاکم بود. به این ترتیب که افرادی که بعد از بحرانهای سالهای نخست انقلاب بر مبنای مجموعه از عوامل مثلا رانت وفاداری به نظام جدید به سمتهای مدیریتی رسیدن، عمدتا در نهادهای پسا انقلابی که حجم عظیمی از ثروت‌ها رو در اختیار داشتند، از بسیاری از مقررات و قوانین جاری حاکم بر فعالیت اقتصادی سایر بازیگران هم از بازیگر خصوصی یا بازیگر دولتی معاف شدند. بنابراین با یک پدیده نهادی جدیدی روبرو شدیم که این پدیده نهادی جدید نه تابع مقررات دولتی بود و نه تابع مقررات انتظام بخش خصوصی و تا حدود اختیارات بسیار وسیعی داشت، حقوق بسیار گسترده و وظایف مدون و قابل نظارت بسیار محدود. مجموعه بنیادهایی که شکل گرفت بعد از انقلاب، مجموعه نهادهای قدرتمند اقتصادی که در 4 دهه اخیر شاهد فعالیتشون بودیم و به خصوص در 1 دهه اخیر بسیار قدرتمندتر شدن، فضای دوگانه‌ای بر اقتصاد سیاسی ایران حاکم کرد. به عنوان مثال شما از وضعیت مثلا بنیاد مستضعفان اطلاع دارید که امروز یک کانگلومریایی که در حقیقت مجموعه بزرگ فرارشتهی چند رشتهی است که در حوزه های متعدد هولدینگ های بسیار قدرتمندی داره، هولدینگ کشاورزی داره، هولدینگ های مادر تخصصی داره، در عرصه مخابرات، در عرصه مسائل مالی، در عرصه عمران و شهرسازی فعالیت. آستان های اماکن مقدس مثل آستان قدس رضوی رو شاهد هستیم که یکی از ثروتمندترین بنیادها در
سطح جهانی محسوب میشه و هلدینگ‌های بسیار متعددی داره در عرصه‌های از داروسازی، مالی، کشاورزی، ساختمان، قند، خودروسازی، غیره و غیره فعالیت میکنه. در عرصه نهادهای نظامی 812 شرکت ثبت شده سپاه پاسداران ازش برخوردار. کمیته امداد دارای هلدینگ‌های بازرگانی، کشاورزی، دامپروری، صنایع مدنی، بنیاد شهید 250 بنگاه اقتصادی داره، بانکداری میکنه، فعالیت صرافی انجام میده، انواع کارگزاری‌ها رو انجام میده و غیره. یعنی مجموعه ای از فعالیت‌های سودآور اقتصادی در این نهادها انجام میشه و اینها سود کلانی میتونن از به اصطلاح قبل فعالیتشون داشته باشن، به ویژه هم که محدودیت ها و نظارت های بسیار کمتری بر فعالیتشون حاکمه و این سود در محاسبات رسمی اقتصاد ملی در نظر گرفته نمیشه. قانونی در سال 1394 در مجلس تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید تحت عنوان قانون اصلاح مواد 1، 6، 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44. بر اساس این قانون کلیه نهادهایی از این دست موظف به ارائه صورت‌های مالی خود در سایت کدال سازمان بورس و اوراق بهادار شدند. اما تقریبا می توانیم بگیم از بیش از 19,000 به اصطلاح واحد اقتصادی که مشمول این قانون هستند به جز معدودی انگشت شمار صورت‌های مالیشون رو ارائه نکردن. یعنی بحث اینجا حتی پرداخت مالیات یا پاسخدهی نیست، بس اطلاع رسانیه. به همین دلیل ما از این مجموعه نهادها که این روزها بیشتر عنوان خصولتی برایشان به کار برده میشه، اما بهتر است بگوییم فرادولتی، چرا که قدرت و اختیاراتی فراتر از دولت دارند، هیچ گونه تصویری نداریم که چه حجمی از اقتصاد ایران در دست این نهاد است، چه پیامدهایی بر وضعیت توزیع درآمد خواهند گذاشت. اولا با توجه به اینکه اینها از بسیاری از قوانین مادر مستثنا هستند در خصوص مالیات ها و غیره، در خصوص با توجه به وضعیت شبه انحصاری که دارن در قالب های کاندرومری های ها بسیار گسترده عمل میکنن، میتونن سود واقعیشون رو پنهان کنن از طریق قیمت گذاری های انتقالی در معاملات درونی و به این ترتیب آن چیزی که عاید خزانه دولت میشود که فرض بر این است که بخشی از آن صرف هزینه های رفاهی و هزینه های بهبود وضعیت توزیع درآمد خواهد شد به مراتب کمتر میشه. بنابراین عاملی است که اختلال زاست در توزیع درآمد، در وضعیت توزیع درآمد. از طرف دیگه خود این نهادها با توجه به سیاست هایی که در عرصه حامی پروری می توانند دنبال کنند، باز هم به شکل دیگری می توانند در وضعیت توزیع درآمد اثر بگذارند. این انتظام آنارشیک، این سیاست یک بام و دو هوا، این به هم ریختن قواعد بازی در اقتصاد سیاسی ایران بعد از انقلاب یکی از نکته های کلیدی است که اثرگذاری هر سیاستی از جمله سیاست های بازتوزیع درآمدی و غیره رو به شدت کاهش میده و تحت شعاع قرار میده. مسئله ساختاری بعدی که منجر به وضعیت بسیار نابسامان توزیع درآمد در ایران شده، بحران هایی است که در عرصه انباشت سرمایه در اقتصاد ایران شاهد بودیم در میشه تقریبا گفت از سال 1350 به بعد و از سال 1368 به بعد هم کاملا تشدید شد. به هر حال با وجود تمام اون ویژگی‌هایی که در بحث قبلی برشمردم در مورد قواعد بازی نامتعارفی که بر اقتصاد ایران حاکمه، اقتصاد ایران از این منظر که مناسبات دستمزدی در حوزه بازارهای کار گسترش پیدا کرده، یعنی نیروی کار کاملا کالایی شده و از این حیث که یک طبقه سرمایه‌دار شکل گرفته، نظام مبتنی بر انباشت سرمایه، نظام حاکم بر اقتصاد، یک اقتصاد سرمایه‌دارانه محسوب میشه با ویژگی‌های خاص این اقتصاد. اما دورپیمایی‌های انباشت سرمایه در اقتصاد ایران ویژگی‌هایی داره که بحران‌های حادی پدید آورده و ویژگی‌هایی داره که دائما بر نابرابری‌های طبقاتی، نابرابری‌های درآمدی افزوده.
ما اولین نکته ای که در دورپیمایی های انباشت سرمایه در اقتصاد ایران مشاهده می کنیم این است که نقطه آغاز دورپیمایی انباشت سرمایه را اگر سرمایه مالی و نقطه پایانیش را سرمایه کالایی یعنی اون قسمتی که کالا فروش میره سرمایه تجاری بدونیم، نقطه ثقل اقتصاد ایران در این دو حوزه متمرکز شده به زیان بخش های مولد. وقتی در این دو حوزه نقطه ثقل اقتصاد متمرکز بشه و حوزه مولد تضعیف باشه، در اقتصاد ما دنبال ساختن سود از سود هستیم، یعنی اقتصاد تبدیل میشه به اقتصاد مبتنی بر حباب قیمت، اقتصادی که دائم میخواهد به روش های گوناگون با ایجاد حباب های قیمتی سودهایی ولو کاذب فعالان اقتصادی کسب کنند. ما این اقتصاد حباب قیمتی رو از تمامی سالهای بعد از انقلاب که شاهد بودیم بدون استثناء و به عنوان یک مثال جالب همین به اصطلاح ماه‌های اخیر بعد از این دوره تحریم ها و رکود اقتصادی شدیدی که ما دچار شده بودیم در سالهای اخیر، ببینید چه فعالیت گسترده‌ای در حوزه اطلاع رسانی در حوزه اجرایی و غیره صورت گرفت برای ایجاد حباب قیمتی در ارز، برای ایجاد حباب قیمتی در سکه، برای اینکه موجی از سوداگری مالی در این حوزه ها ایجاد کنه. یعنی با ارز به گونه ای برخورد میکنن که گویی مسئولان سیاستگزاران ما بسیار از فعالان بازار ارز و زینفان افزایش قیمت ارز که گویی ارز بایستی شاخص قیمت خرده فروشی باشه و با یک درصد افزایش شاخص قیمت یک درصد هم ارزش پول ملی کاهش پیدا کنه، در حالی که ارز تابعی است از عرضه و تقاضای واقعی برای ارز و در یک اقتصاد دوچار رکود میزان تقاضا آنقدر افزایش پیدا نکرده در ماه‌های اخیر که شاهد این افزایش بهای ارز، افزایش بهای طلا و غیره باشیم. بنابراین این اقتصادی که شکل گرفته با نقطه ثقل بخش مالی و بخش تجاری، اقتصادی است که حیاتش مبتنی بر ایجاد حباب‌های دائمی قیمتی، اقتصادی است مبتنی بر فرادست بودن سرمایه‌های مالی و سرمایه‌های سوداگر در اقتصاد. دیگری که دورپیمایی های انباشت سرمایه داشته این بوده که در جریان دورپیمایی انباشت سرمایه نوع استثمار و بهره برداری که از نیروی کار و از طبیعت انجام شده با محدود ساختن دستمزدها و با در حقیقت بهره برداری میشود گفت غیر منطقی و غیر عقلانی و نابخردانه از منابع طبیعی، بحران‌های حادی در عرصه‌های طبیعت، در عرصه بازتولید نیروی کار و مسائل معیشتی ایجاد کرده که باز هم بر نابرابری‌های طبقاتی افزوده و به عنوان مثال فاصله حداقل دستمزد اعلامی و خط فقر اعلامی رو مقایسه کنید به افعاد شگفت‌انگیز این موضوع پی می‌برید. در ادامه وقتی که دستمزدهای واقعی پایین باشه، همون به اصطلاح تولیدات، همون واردات، همون خدمات عرضه شده در اقتصاد با مشکل و بحران ناشی از فروش نرفتن کالاها و خدمات تولید شده مواجه میشه، یعنی به اصطلاح با بحران تحقق ارزش مواجه میشه و بحران تحقق ارزش در اینجا ریشه در انجماد دستمزدها در سه دهه گذشته به طور دقیق داشته و همه این عوامل در پیوند منطقی با یکدیگه این بحران رو ایجاد کردن. در ادامه ما با بحران بازتولید گسترده در اقتصاد ایجاد مواجه میشیم به این شکل که آن انتظام آنارشیکی که در ابتدا توضیح دادم، یعنی آن عدم انتظام نهادی که در اقتصاد وجود دارد، آن ویژگی ها به همراه این بحران ها و چیرگی سرمایه مالی باعث میشه که بخش بزرگی یعنی سرمایه گذاری انجام میشه با تولید گسترده اما نمیشه سرمایه گذاری مجدد انجام نمیشه، بخشی از این سرمایه در حقیقت ارزش خلق شده در جریان سرمایه گذاری از مدارهای اقتصاد ایران خارج و وارد مدارهای اقتصاد
جهانی میشه. حاصل این امر از یک طرف این است که اگر فرض هم بکنیم قرار بوده بر مبنای وعده‌های نولیبرالی فروبارشی هم در اقتصاد ایران به خاطر این انجماد دستمزدها و سودآوری سرمایه گذاری ها اتفاق بیفته، این فروبارش منتقل میشه به مدارهای اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران خارج میشه. از طرف دیگه یک شیوه انباشت سرمایه که بحث بازتولید گسترده رو بحث کردم، وقتی که بازتولید گسترده در اقتصاد اتفاق نمیفته، آنچه رخ میدهد این است که تصاحب به مدد سلب مالکیت اهمیت هرچه بیشتری پیدا میکنه، برای چه برای سرمایه گذاری های جدید، چه حتی برای عدم سرمایه گذاری. یعنی تصاحب میشه، حتی سرمایه گذاری هم انجام نمیشه، عیناً منتقل میشه به مدارهای اقتصاد جهانی. خب این تصاحب به مدد سلب مالکیت هم یک ویژگی به اصطلاح سرشت نشان اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران بوده در تمام 14 دهه گذشته، که از به اصطلاح اون مصادره های گسترده در دهه اول انقلاب شروع شد و سیاست های متعدد در عرصه پولی، بانکی، مالی، سیاست های زمین شهری، سیاست های بردسازی ها و گرفتن دید افقی مردم و غیره و غیره که بحثا بسیار مفصل. ما در حوزه ساختاری وقتی با این تنگناهای اساسی مواجه میشیم، دو حاصل این به اصطلاح تنگناها در عدم انتظام به انتظام آنارشیک نظام نهادی ما و بحرانهای متعدد نظام انباشت سرمایه در اقتصاد ایران دو ویژگی جدید ایجاد کرده: تورم ساختاری در اقتصاد ما داریم و فساد ساختاری در اقتصاد داریم. یعنی این که تورم در سال گذشته استثناءً یک رقمی بود، دو رقمی نبود، و این که در یکی از سالهای دهه 60 در اوج جنگ هم تورم یک رقمی شده بود، این نه ناشی از درایت سیاست مداران ما، بلکه ناشی از آن بود که رکود چنان عمقی پیدا کرده بود که و تقاضا چنان انقباضی پیدا کرده بود که تورم نمیتوانست افزایش پیدا کنه. و در مورد سال گذشتن با توجه به انتخابات در پیش، دولت تمایل نداشت بهای بسیاری از خدمات خودش رو افزایش بده، یعنی تورم ناشی از فشار هزینه هم کاهش پیدا کرد. وگرنه الان همونطور که آخرین آمار تورم نشون داد، باز دو مرتبه به سرعت و برگشتیم به مدار تورم دو رقمی و این روند هم متاسفانه استمرار پیدا میکنه. از طرف دیگه فساد ساختاری وجود داره. وقتی که شما تو زمین بازی قواعد یکسانی وجود نداشته باشه، یعنی بر مبنای رانت وفاداری، رانت بوروکراتیک، فرصت‌های فوق‌العاده سودآوری به دست بیارید، نوع فسادی که در اینجا ایجاد میشه فساد ساختاری است که در تمامی 14 دهه گذشته به شکل فزاینده و تصاعدی دائما بر ابعاد این فساد افزوده شده تا به نظر میرسه الان دیگه به چنان ابعاد حیرت آور و به اصطلاح قولاسایی رسیده که همه متحیر شاهد هستند و به نوعی به شکل یک فساد سیستمی همه اجزای سیستم خود پذیرفتند حضور در فساد و مشارکت در فساد رو. ما در سطح ساختارها وقتی که میاییم جلو به سطح برنامه ها و سیاست ها میرسیم، خب دهه اول انقلاب رو اگر فرض کنیم، سالهای جنگ و بحران پسار انقلابی بوده، اولین برنامه توسعه اقتصادی ایران در سال 1368 تا برنامه ششم که اخیراً تصویب شده، همه اینا ببینید هسته اصلی برنامه ها یه هسته نولیبرالی بوده: تقویت انباشت سرمایه، تحریک انباشت سرمایه با استفاده از مجموعه سیاست‌هایی به منظور سودآورتر کردن هرچه بیشتر سرمایه گذاری ها، خصوصی سازی، حذف مقرراتی که به گمان برنامه ریزان ما فضای کسب و کار رو نامساعد کرده، حذف بسیاری از پوشش های قانونی برای استخدام شدگان، کالایی تر شدن هرچه نیروی کار، کالایی تر شدن هرچه طبیعت و مجموعه سیاست هایی که در این قالب به کار برده. حجم به اصطلاح حجم واگذاری ها، این که به نظر من واگذاری در قالب
به یک بنگاه فرادولتی انجام شده، به یک مجموعه فرادولتی انجام شده، یا اینکه دولت در قالب رد دیونش یک واحدی رو داده به تامین اجتماعی و غیره و غیره. این نفس قضیه رو و اینکه حقوق عمومی سلب شده در جریان این به اصطلاح واگذاری ها به اصطلاح مورد تردید قرار نمیده. ماهیت هم سلب حقوق عمومی اتفاق افتاده. ما در حوزه مجموعه سیاست هایی که در عرصه طرز فهمید سیاست های مالی اجرا شده، در مورد زمینه سیاست های مالیاتی تا سال 1380 ما در مورد قانون سود، قانون به اصطلاح مالیات بر سود متصاعدی بود از 15% تا 54%. از این سال، از سال 80 فلت ریت گذاشتن برای مالیات 25%. در حقیقت نسخه های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود برای مساعد اصطلاح مساعد کردن فضای کسب و کار، اما در عمل برای محدود شدن هرچه بیشتر منابع در اختیار بخشی عمومی و سیاست هایی که میتونست صرف هزینه های رفاهی بشه. در حوزه سیاست های بودجهی شما اگر همین بودجه اخیر رو ملاحظه بفرمایید که این ماجرایی است که در تمامی 4 دهه گذشته تکرار شده. یعنی ما اگر تمام بودجه های 4 دهه گذشته رو هزینه ها رو، یه هزینه های جاری وجود داشته، یه هزینه های عمرانی وجود داشته، یه هزینه های گروه سوم وجود داشته که هزینه های گروه سوم به نهادهای خاص تعلق میگیره، هزینه های مربوط به مسائل ژئوپلیتیک، هزینه های مربوط به مسائل ایدئولوژیک و غیره، همواره اون هزینه گروه سوم روند فزاینده داشته و در مواقع بحران های نسبی مالی و محدودیت منابع از هزینه های گروه اول و دوم کاسته شده. یعنی عمدتاً هزینه های عمرانی و تا جایی که میتونستن هزینه های جاری. بنابراین سیاست های بودجه‌ای ما وقتی به این شکل ما منابع بودجه‌ای رو صرف مصارف مختلف بکنیم، دائما از هزینه های رفاهی کاهش میدیم به نفع گروه خاصی از هزینه ها و دائما این باعث میشه که آن بخشی از هزینه های بودجه‌ای که دولت فکر نمی کنه خیلی براش مهمه، هزینه های آموزش، هزینه های بهداشت، دائما محدود میشه و دائما شاهد گسترش مناسبات پولی در این حوزه ها بودیم. در مورد حالا بحث خیلی مفصل، وقتم محدود، خیلی مختصر اشاره کنم. آن چیزی که در سیاست های بانکی اتفاق افتاد از به اصطلاح از دهه 70 به این طرف، ابتدا مجوز فعالیت در مؤسسات اعتباری غیر بانکی داده شد، بعد هم مجوز فعالیت برای بانک های خصوصی. حاصل این دو این شد که طبقات فرادست جامعه، این طبقات فرادست میتوانند همان نهادهای فرادولتی باشند، میتوانند اشخاص و شرکت‌های ثروتمند خصوصی باشند، دسترسی آسان‌تری به منابع مالی بانکی داشتند، دسترسی ارزان قیمت‌تری به منابع مالی داشتند. این مجموعه مؤسسات مالی جدید از به اصطلاح عرضه وجوه به این مؤسسات از طرف عامه مردم صورت می‌گرفت، اما عرضه تسهیلات از طرف این مؤسسات عمدتاً به نفع گروه‌های خاص صورت می‌گرفت که این رو می‌تونید با به اصطلاح شواهد این موضوع رو در مورد همین اخباری که اخیراً در روزهای اخیر در مورد صندوق ذخیره فرنگیان، بانک سرمایه و کسانی که از بانک سرمایه وام گرفتند و پس ندادند، همانهایی هستند که از بانک دی پیشتر وام گرفته بودند ببینید. ما در مورد سیاست‌های بازار کار و مقررات زدایی از بازار کار، مجموعه پیوسته ای از سیاست‌ها را از سال 1368 به بعد داشتیم که منجر به اصطلاح به صورت دائم وضعیت نابهنجار و نابسامان توزیع درآمد بوده، از به اصطلاح تقریبا حذف قراردادهای دائم کار و مقررات گذاری‌های مقررات زدایی‌های گسترده در بازار کار، عدم شمول کارگاه‌های 5 نفر، بعد کارگاه‌های زیر 10 نفر، بعد مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی و تغییراتی که تلاش شد در سال‌های اخیر در قانون کار داده بشه و غیره و غیره. یعنی حقوق کار
حقوق گروه‌های دستمزدی دائما محدودتر و محدودتر شده. مجموعه این نهاد به اصطلاح انتظام نهادی، مجموعه ساختارهای شکل گرفته به این شکل، به همراه مجموعه از سیاست‌ها با هسته در حقیقت سخت نولیبرالی که تحتنده به آینده دوری که قرار آثار اینا فرو بارش بشه به سمت توده های مردم، وضعیت بسیار نابسامانی در ایران امروز از بلحاظ توزیع درآمدی و عدم عدالت در تمامی سطوح ایجاد کرده و چنان کلاف سردرگمی ایجاد شده که الان اینکه به چه شکلی بشونیم مثلا مسیر برون رفت از این کلیت به اصطلاح کلیتی از گره‌های سردرگم در ایران مسیر آسانی نیست. مسیری است که در حقیقت تغییر کلی ساختارها رو می‌طلبه. تغییر کلی ساختارها که همونطور که تجربه نشون داد و همونطور که قدرتمندتر شدن هرچه بیشتر نهادهای فرادولتی در دو دهه گذشته، در سه دهه گذشته نشان داد، اصلاحات از پس اون بر نمی‌آمد و بر نخواهد آمد. خیلی متشکرم. بله من محال غیر از این یه برگه ای رو به من دادن دوستان در انجمن که مربوط میشه به برنامه اختتامیه ۱۶۳۰ در سالن شماره ۱ بکنم همینجا برگزار میشه. نوشتن تغییراتی در این برنامه وجود اومده که به شرح زیر: یک، سخنرانی دکتر محمد رضا واعظ مهدوی مشاور ریاست سازمان برنامه‌ریزی به عنوان سنجش عدالت در شهر. خیلی جالبه مشاورهای نوبخت میخواد در باره عدالت صحبت کنه. دو، سخنرانی دکتر اندیشیروان محسنی بندپی معاون وزیر رفاه و رئیس سازمان بهزیستی کشور. سه، سخنرانی خانم دکتر احمد نیا. بعد سخنرانی دبیر محور ویژه خانم دکتر توتیبلو. پنج، ارائه گزارش آقای علی مراد اندخوری، درست شد، دبیر بخش عکس و اعلام برندگان مسابقه، و در پایان هم مجمع عمومی انجمن جامعه شناسی و ارائه گزارش هیئت مدیره انجمن هم ارائه خواهد شد که دیگه این رو هم که بعد ذمه من بود من ادا کردم. در خدمت آقای دکتر محمد مانجو هستیم با عنوان الگوی کلان برای تبیین میزان فزاینده نابرابری در ایران. بله، عنوان رو فرمودم. پرسشی که من میخوام بهش بسیار فشرده پاسخ بدم این استش که چرا نابرابری در ثروت و درآمد و مصرف میونه خانوارهای ایرانی طی سالهای پس از انقلاب به طرزی فزاینده و نظاممند رو به تشدید داشت. دو پاسخ موقتی در قالب فرضیه‌های اصلی از این قرار: مجموعه علل نابرابری فزاینده در ایران سالهای پس از انقلاب رو میشه در دو خصیصه اصلی نظام اقتصادی در ایران جستجو کرد. نظام اقتصادی در ایران نوعی نظام اقتصادی است که از یک سو به طور مستمر تقویت میکنه مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه رو و از سوی دیگه همزمان تضعیف میکنه تولید سرمایه. علت رشد فزاینده نابرابری ها رو در انتزاعی ترین بیان ما میتونیم در این دو خصیصه اصلی جستجو بکنیم. من این جستجو رو از لنز زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران در واقع انجام خواهم داد، با این توضیح که این بحثی است که در خدمت دوستان مؤسسه پرسش من در 20 جلسه دو ساعتی ارائه میکنم، اینجا در 20 دقیقه اگر بناست ارائه بکنم طبیعتا بسیار فشرده است و از این بابت عذرخواهی میکنم. این زنجیره انباشت سرمایه رو به تدریج در خلال بحثم بهش اشاره خواهم کرد. از
خصیصه اول اقتصاد ایران شروع میکنم، یعنی تقویت مستمر مناسبات طبقاتی سرمایه دارانه. در حلقه اول زنجیره انباشت سرمایه ما شاهد تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده ها هستیم، یعنی به شیوه های غیر از تولید کالاها و خدمات منابع اقتصادی در دستان اقلیتی که ناهمگنن متمرکز میشه به زیان اکثریتی که اونها هم البته عمیقا ناهمگن هست. سازوکارهای عدیده‌ای ذیل این تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده‌ها قابلیت تعریف داره که بیان که شرحشون بدم صرفا برمی شمارنشون خصوصی سازی ها، هم به لحاظ تاریخی در سالهای پس از جنگ، هم به لحاظ از جهاتی اهمیت در سب جای دارن، خلق مقدمگی در بازارهای متشکل و غیر متشکل پولی، توزیع تسهیلات در بازارهای متشکل و غیر متشکل پولی، فساد اقتصادی در بدنه دولت، کالای سازی سلامت و بهداشت و درمان و تربیت بدنی و آموزش عمومی و آموزش عالی و در واقع به درجات گوناگون سایر خدمات اجتماعی که بنابر نص صریح قانون اساسی دولت باید یا به رایگان یا با قیمت‌های زیر قیمت‌های بازار ارائه بکنه که غالبا نمی‌کنه. الگوی مالیات ستانی، الگوی توزیع مخارج دولت، الگوی تعرفه‌گیری‌ها، الگوی اخذ انواع عوارض، گورستان‌خاری‌ها، کوهپایه‌خاری‌ها، کوه‌خاری‌ها، به طور کلی انواع زمین‌خاری‌ها، تصرف حریم رودخانه‌ها و روددره‌ها، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، تراکم فروشی شهرداری‌ها و مجموعه به مراتب پرشمارتری که من چه بسا بتونم نام ببرم ولی درکی از دینامیسم عملکردشون ضرورتاً ندارم. این مجموعه از سازوکارها در تمام سالهای پس از انقلاب باعث شده نه از طریق تولید کالاها و خدمات بلکه به شیوه های دیگری، چه شیوه هایی؟ همین شیوه ها، اقلیتی که ناهمگنه به منابع اقتصادی در مقیاس وسیع برسه به زیان اکثریتی که همین در واقع داشته ها ازشون سلب شده. به این اعتبار در سالهای پس از انقلاب این شرط به حد اعلی در اقتصاد ایران برقرار شده که اقلیتی چه در جامعه دولت، بخش خصوصی یا بخش‌های شبه دولتی برای سرمایه گذاری ها طبق تعریف آماده شدن. این حلقه مسبب تشدید رابطه نابرابر قدرت بین اقلیت سلب مالکیت کننده و اکثریت سلب مالکیت شده در عمل شده. دومین حلقه زنجیره انباشت سرمایه کالایی ترسازی نیروی کار هستش که مهمترین ارکان آنچه که کالایی ترسازی نیروی کار میدانیم در واقع هرچه مطیع کردن صاحبان نیروی کار در برابر خواسته های کارفرمایان دولتی و خصوصی و شبه دولتی در زمینه شرایط کاری و متناسبا شرایط زیستی نیروهای کار هست در 5 محور قابلیت شمارش دارن: موقتی سازی قراردادهای کار، خروج کارگاه‌های کوچک زیر 5 نفر از کلیت قانون کار، کارگاه‌های زیر 10 نفر از 36 ماده و یک تفسیر قانون کار و در واقع نیروهای کار شاغل در مناطق آزاد و ویژه کشور از کلیت قانون کار. سوم، ظهور شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی که قطع می‌کنند رابطه حقوقی مستقیم بین کارفرمایان از سوی و نیروهای کار از سوی دیگر. و چهارم، تعدیل نیروی انسانی بدنی دولت از اشل‌های پایین شغلی. و پنجم، تشکل ستیزی بلا استثنا تمام دولت‌های پس از انقلاب با روش‌های گوناگون در زمینه تشکل‌یابی مستقلانه کارگران، مراد از مستقل، مستقل از بخش خصوصی و از دولت. این حلقه دوم از زنجیره انباشت سرمایه باعث تشدید رابطه نابرابر قدرت بین کارفرمایان انواعشون، خصوصی، دولتی یا شبه دولتی از سوی و نیروهای کار که البته ناهمگنن از سوی دیگه شده. سومین حلقه زنجیره انباشت سرمایه کالایی ترسازی طبیعت که کارکردش عبارت از این است که ظرفیت‌های محیط زیست برای فعالیت‌های اقتصادی هرچه دسترس پذیرتر و حتی المقدور هرچه متناسب با امکانات تکنولوژی ارزان‌تر بشه که میتونیم از لنز
انبساط سن حقوق مالکیت و انقباض نوع دیگری از حقوق مالکیت این مسئله رو نگاه بکنیم. مشخصا حق مالکیت خصوصی بر ظرفیت‌های محیط زیست، یک، حق تصرف دولتی بر ظرفیت‌های محیط زیست، دو، و حقوق مالکیت وقفی غالبا نهادهای مذهبی بر ظرفیت‌های محیط زیست، سه، منبسط شدند و در عوض حقوق مالکیت تعاونی که پیشا پیش هم اگر مثلا به دهه 60 اشاره میکنیم درصد قابل توجهی نبوده، به مراتب در ریاست و گذشته ها منقرض‌تر شده. این حلقه باعث تشدید رابطه نابرابر قدرت میون برخورداران و نابرخورداران از انواع حقوق مالکیت که هم برخورداری و هم نابرخورداری البته تیک بندی داره، یعنی ما با دو گروه از آدم ها روبرو نیستیم، با درجات گوناگون از برخورداری یا نابرخورداری روبرو هستیم. و البته من در این سحرقه که اشاره کردم از باب نمونه به اقلیت سلب مالکیت کننده، این اقلیت سلب مالکیت کننده در حلقه دوم در مقام کارفرمایان در این نقش ظاهر میشه، در حلقه سوم در مقام برخورداران از انواع حقوق مالکیت، و به همین قیاس اکثریت سلب مالکیت شدگان نیز در حلقه اول، در حلقه دوم به نیروهای کار و در حلقه سوم در نقش انواع به درجات گوناگون نابرخورداران از انواع حقوق مالکیت در حقیقت نقش آفرینی میکنه. این سه نوع رابطه نابرابر قدرت بین این دو دسته کلی از جمعیت کشور در واقع تقویت مستمر مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه در تمام سالهای پس از انقلاب بوده که هرچه به امروز نزدیکتر میشیم با درجه توفیق بیشتری این امر خوب یا بد تحقق پیدا کرده. اما خصیصه دوم نظام اقتصادی در ایران تضعیف مستمر تولید سرمایه‌دارانه به حلقه چهارم، یعنی جایی که تولید ارزش در محل کار صورت میگیره باید بپردازم، یعنی اقلیتی که سلب مالکیت کرده نیروی کار ارزان و ظرفیت‌های محیط زیست هرچه دسترس‌پذیرتر و هرچه ارزان‌تر در اختیار داره، حالا با این آپشن روبروست که در واقع میتونه طبق تعریف منابع اقتصادیشو هدایت کنه به سمت تولید کالاها و خدمات در محل کار. اما ما در اقتصاد ایران بحث تفصیلی داره، اجمالش از این قراره: با غلبه فعالیت‌های نامولد هم بخش‌های خصوصی دولتی و شبه دولتی در فعالیت‌های مولدشون روبرو هستیم، و همونطور که آقای صداقت هم اشاره کردن بحران ماندگار تولید ارزش در محل کار رو رقم زده، یعنی بحران تولید کالاها و خدمات. در حلقه پنجم که من اشتباه کپی پیست کردم، اینجا بحث در واقع کسب تقاضا در بازارهای کالاها و خدمات هستش، اینجا شاهد غلبه سرمایه تجاری بر تولید داخلی هستیم. این مشکل رو ایجاد میکنه همون حد از تولیدات کالاها و خدماتی که در اقتصاد به وقوع میپیونده هم نه در بازارهای ملی آنقدر که باید و شاید در حقیقت تقاضای مؤثر کافی دارن و نه توانایی آنقدرها در ما هست به غیر از نفت و مشتقاتشون در بازارهای بین المللی بتونیم سهم مناسبی برای کالاها و خدمات تولید شده در داخل پدید بیاریم، که این مجموعه سرجم بحران تحقق ارزش در بازار کالاها و خدمات هم داخلی و هم بین المللی رو در اقتصاد ایران رقم زده. حلقه ششم تحقق بازم ماجرای جا به جایی در واقع انباشت سرمایه گذاری مجدد مد نظر هست. صحبت بر سر این هستش که اگر به آخر دوره مالی رسیدن هم از بخش خصوصی یا دولتی یا شبه دولتی و سودآور بود، مازادی داشتن، این مازاد به کجا میره؟ با این معضل در اقتصاد ایران مواجه هستیم که همواره به عنوان یک روند غلبه سرمایه برداران از اقتصاد ملی بر در واقع سرمایه گذاران در اقتصاد ملی رو شاهد بودیم، که به سهم خودش بحران انباشت زدائی از اقتصاد ملی رو رقم زده. این سه بحران: تولید ارزش در محل کار، تحقق ارزش در بازارهای کالا و خدمات و انباشت زدائی از اقتصاد ملی، سرجم در واقع تضعیف مستمر تولید سرمایه دارانه. دومین حس
خصلت ماندگار اقتصاد ایران در خصوصا 40 ساله گذشته رو رقم زده. اما دینامیسم تشدید نابرابری در اقتصاد ایران از این نزدی که تعریف کردم به این ترتیب استش که اون سه نوع رابطه نابرابر قدرت در حلقه اول، دوم و سوم زنجیره انباشت سرمایه به شرحی که توضیح دادم وقتی تشدید شد و همان گونه که گفتم در واقع تقویت مستمر مناسبات طبقاتی سرمایه‌داران شاهد بودیم، از سوی و از سوی دیگه بحران تولید ارزش، بحران تحقق ارزش و بحران انباشتگذاری که مسبب تضعیف مستمر تولید سرمایه‌داران شده، این هر دو خصلت نابرابری در ثروت و درآمد و مصرف میان خانوارهای ایرانی رو در واقع رقم زده در یک سطح بسیار کلان. اگر نگاه بکنیم به عبارت دیگه، سیاستگزاران خصوصا در سالهای پس از جنگ با قوت به زیان طبقات پایین‌تر به نفع اقلیت در طبقات بالاتر روابط قدرت رو در سه حوزه‌ای که عرض کردم تغییر دادن به این نیت که از جمله حاشیه سود بخش‌های گوناگون دولتی و خصوصی و شبه دولتی افزایش پیدا کنه تا سرمایه گذاری ها انباشت سرمایه شکل بگیره. اما آنگونه که در خصلت دوم اقتصاد ایران تضعیف مستمر تولید سرمایه دارانه میبینیم، این اتفاق به دلایلی که اجمالاً بهش اشاره کردم نیفتاده، که در واقع هسته اصلی این دلایل رو باید در نوع توازن قوای سیاسی درون طبقه سیاسی حاکم به نفع نیروهای نامولد و به زیان نیروهای مولد، چه در دولت، چه در بخش خصوصی، چه در بخش‌های شبه دولتی جستجو بکنید. به عبارت دیگه، یک جا برنامه خوب جلو رفته، عمل کردن به زیان طبقات پایین دستر به هوای فربهتر شدن طبقات فرادستر، اما این طبقات فرادستر اونگاه که به محل کار و بازارهای کالاها و خدمات و نهایتاً مومنت سرمایه گذاری مجدد میرسن انباشت سرمایه رو رقم نمیزنن. در چنین چارچوبیه که نابرابری در اقتصاد ایران هم ناشی از قوت مناسبات سرمایه داران است، هم همزمان و همون اندازه ناشی از ضعف تولید سرمایه داران. اگر آنچه که لحظاتی پیش گفتم، یعنی انواع مسیرهای انباشت سرمایه رو اجمالا اشاره کردم و بخواییم در چارچوب این الگوی کلی ببینیم، نموداری متناسب با این چیزی که میبینید هست که من در واقع اون قسمت‌های مورد نظرم از این کلیت جدا میکنم، ضمن اینکه در واقع هم جدا نیست. ما شش مسیر انباشت سرمایه در اقتصاد ایران رو در واقع درون اقتصاد ایران رو شاهد هستیم. اولین مسیر در حقیقت اونگاهی هست که از رهگذر انواع سازوکارهای تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده ها، یعنی از شیوه های غیر از تولید کالاها و خدمات، اقلیتی غالبا متصل با در واقع نیروهای مستقر در مراکز قدرت سیاسی، منابع اقتصادی رو در دستان خودشون متمرکز میکنن به زیان اکثریت، اما بلا فاصله لحاظ زمانی عرض نمی کنم، لحاظ مومنت تحلیلی میگم، این منابع اقتصادی به بیرون از اقتصاد ایران، یعنی به اقتصاد جهانی، اقتصاد منطقه‌ای و در واقع مدار بالاتری از زنجیره انباشت سرمایه در سطح جهانی یا منطقه‌ای، حالا بگیم عروج میکنه از اقتصاد ایرانی. این سرمایه در چارچوب سرمایه جهانی هنوز هست، کار میکنه، جزئی از نظام سرمایه جهانی است، اما نه در درون مرزهای ما. دومین مسیر همین دسته از در واقع تمرکزیابی ثروت در دستان اقلیت در درون اقتصاد ایران، نه بیرون از اقتصاد ایران، به فعالیت‌های نامولد در حقیقت کانالیزه میشه. سومین مسیر که استثناء هست، کم شماره، حجم کمی داره، این هستش که اون نوع منابع اقتصادی که نه از راه تولید کالا و خدمات در دستان اقلیت متمرکز شده، از رهگذر استخدام در بازار کار و به کارگیری انواع ظرفیت‌های محیط زیست به سمت تولید کالاها و خدمات در محل کار، به سمت تولید ارزش در واقع کانالیزه میشه. سومین مسیر انباشت سرمایه درون اقتصاد ایران. چهارمین مسیر مجزا از سه مسیر قبلی است. حالا به اصطلاح مبدع سرمایه گذاری تولید کالاها و خدمات، تولید سرمایه داران است،
مسیر زنجیره انباشت سرمایه رو به شرحی که عرض کردم تولید کنندگان چه در بخش خصوصی، بخش دولتی و چه بخش‌های شبه دولتی طی کردن و در پایان سال مالی با مازاری روبرو هستن، سودآور بوده این سود، اما به درون اقتصاد ایران دوباره به محل کار سرمایه گذاری باز نمیگرده، دوباره عروج میکنه به مدار بالاتری از زنجیره انباشت سرمایه در سطح جهانی. پنجمین مسیر همین نوع مازاد به فعالیت‌های نامولد درون اقتصاد ایران اختصاص پیدا می‌کنه. و ششمین مسیر هم که باز کمیابه، این نوع مازاد تولید سرمایه‌دارانه، این منبع سرمایه‌گذاری با استخدام در بازار کار در حلقه دوم، به کارگیری ظرفیت‌های تولید، ظرفیت‌های محیط زیست در حلقه سوم، به محل کار باز می‌گرده، در واقع سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد به وقوع می‌پیونده. اگر این شش مسیر رو از این منظری که عبارت باشه از ناموزونی میان شش مسیر انباشت سرمایه نگاه بکنید، جدول روبرو رو شما میتونید ملاحظه بکنید. به عبارت دیگه در سطح‌های این جدول دو شیوه کسب ثروت، یکی از راه‌های غیر از تولید کالا و خدمات با سازوکارهایی که در حلقه اول عرض کردم، و دوم از راه تولید سرمایه‌دارانه رو شاهد هستیم که در حقیقت اون قسمت بالا ملاحظه میکنیم. مقصد انباشت سرمایه یا در اقتصاد جهانی است یا در اقتصاد ایران. اگر در اقتصاد ایرانی، یا فعالیت‌های نامولد یا فعالیت‌های مولد. تو چنین چارچوبی شش مسیر انباشت سرمایه‌ای که عرض کردم رو میتونیم اینجا ردگیری بکنیم. اما ویژگی متاسفانه پایدار اقتصاد ایران در تمام 40 سال گذشته این بوده که جمع در واقع مبلغ مسیر سوم و مسیر ششم، یعنی مسیرهایی که به سمت تولید کالاها و خدمات منتهی میشن، اهم از این که مبدعشون تولید سرمایه‌دارانه بوده باشن یا فساد اقتصادی و چه و چه، یعنی حلقه اول، به مراتب کمتر است از چهار مسیر دیگر انباشت سرمایه، یعنی مسیرهایی که به سمت فعالیت‌های نامولد در درون اقتصاد ایران یا اهم از مولد یا نامولد اما بیرون از اقتصاد ایران در مدار بالاتری از زنجیره انباشت سرمایه جهانی در واقع حرکت میکنن. به عبارت دیگه انباشت سرمایه در فعالیت‌های مولد همواره کوچکتر بوده، بسیار هم کوچکتر بوده از جمع انباشت سرمایه در خارج از ایران و انباشت سرمایه در فعالیت‌های نامولد درون ایران. امکانات حدی تغییر میزان نابرابری در ایران با این وضعیتی که داریم به چه ترتیب هست؟ البته من اینجا ابستراکت دارم بحث میکنم، طبیعتاً وقت اجازه نمیده که این بحث رو باز بکنم. دو عنصر گرایش نظام اقتصادی و گرایش نظام سیاسی رو من در این بحث در واقع بهش نگاه میکنم. گرایش نظام اقتصادی در حد اعلای خودش اگر نولیبرال باشه، که در اقتصاد ایران در سه حلقه اول زنجیره انباشت سرمایه تماما نولیبرالیه، با شدت حالی که در حد اطلاعات من در 40 سال گذشته در تواریخ متنوع نولیبرالیسم در سطح جهانی همتای اونقدرها بزرگی نداشته. و حد دیگرش این استش که نولیبرال نباشه، مشارکتی باشه، یک اقتصاد مشارکتی مردم بنیاد، نه از اون نوع خصوصی سازی که میگن کار مردم رو به مردم بسپاریم. نظام سیاسی اما وضعیتی که اکنون داریم، وضعیتی واجد گرایش ضد مشروطه باشه یا در حد علاش جمهوری باشه، به عبارتی قدرت نه اینکه یگانه باشه اما منبع مشروعیتش یگانه باشه، دموکراتیک کامل، جمهوری خواهانه تمام عیار. ما در خانه شماره یک که من اینجا دیدم وضعیت کنونی رو دارم، یعنی نظام سیاسی ضد مشروطه، نظام اقتصادی دست کم در سه حلقه اول زنجیره انباشت سرمایه به شرحی که عرض کردم با گرایش های نولیبرالی، یعنی با این گرایش که همواره میکوشد طبقه جدیدی رو بسازد از مجموعه نزدیکان به حلقه قدرت و دوایر بعدیش. در وضعیت کنونی و چشماندازش ما تشدید نابرابری ها رو کماکان باید انتظار داشته باشیم، یعنی کماکان با این خسائلی که عرض کردم از اقتصاد ایران، تقویت مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه رو و تضعیف تولید سرمایه‌دارانه رو، که این دو خصلت بی تردید
نابرابری ها رو به چیزی بیش از در واقع وضعیت فعلی خواهند رسوند. در خونه شماره دو این استش که نظام سیاسی همین خصلت رو حفظ کنه، ضد مشروطه باشه به قراری که امروز میبینیم، اما از لحاظ اقتصادی سیاست گذاری های اقتصادی در همین ظرف سیاسی ما شاهد در واقع دگرگونی هایی باشیم، به سمت اقتصاد مشارکتی حرکت کنیم که اینجا من حد نهایی شد اقتصاد مطلقا مشارکتی رو در واقع مبنا قرار دادم. در چنین چارچوبی ما شاهد کاهش نرخ رشد نابرابری خواهیم بود، نه شاهد کاهش نابرابری، کاهش نرخ رشد نابرابری. به عبارت دیگه کماکان ما تضعیف تولید سرمایه دارانه رو خواهیم داشت. چرا؟ به دلیل نظام ضد مشروطه ما. در چارچوب نظام ضد مشروطه به دلایلی که مفصل تره، من اینجا الان نمیتونم باز بکنم ولی قبل‌ترها در باره سخن گفتم و نوشتم، ضرورتاً نیروهای نامولد بر نیروهای مولد در بخش خصوصی، بخش‌های شبه دولتی و بخش دولتی چیرگی خواهند داشت و تضعیف تولید سرمایه دارانه در نظام ضد مشروطه یک تقدیر قطعی هستش. اما به سمت اقتصاد مشارکتی حرکت کردن همانا و در واقع گرایش به تضعیف مناسبات طبقاتی سرمایه دارانه همانا. چرا؟ چون از باب نمونه با توقف سازوکارهای تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده ها روبرو هستیم. چرا؟ چون با توقف مجموعه سیاست های دولتی روبرو هستیم که در مناسبات کارگران و کارفرمایان به نفع کارفرمایان عمل میکنه و به همین قیاس در حلقه سوم زنجیره انباشت سرمایه مسئله ظرفیت های محیط زیست. در حلقه در خانه اشتباه دفعه پیش گفتم سه بود، این دفعه دو، یا اشتباه کپی پیست کردم شاید، ما شاهد کاهش نرخ رشد نابرابری خواهیم بود. یعنی در چه شرایطی؟ در شرایطی که نظام اقتصادی همین گرایش هایی که امروز داره داشته باشه، سیاست گذاری ها تغییر پیدا نکنن، اما ما شاهد قواعد بازی سیاسی از نوع دیگری باشیم، به عبارت دیگه حرکت بکنیم و اینجور که من اینجا گفتم در حد نهایی خودش یک نظام جمهوری خواه با منبع یگانه مشروعیت یعنی مردم داشته باشیم. اینجا نیز شاهد کاهش نرخ رشد نابرابری هستیم، نه کاهش نابرابری ها بلکه کاهش نرخ رشد نابرابری. چرا؟ چون از سوی در واقع اینجا هم باز اشتباه کپی پیست کردم، مواجه هستیم با در واقع تقویت مستمر مناسبات طبقاتی سرمایه دارانه، اما تقویت تولید سرمایه دارانه. چرا؟ چون نظام ضد مشروطه به در واقع یک نظام جمهوری خواه تغییر پیدا کرده. و امیدوارم دیگه اشتباه کپی پیست نکرده باشم، در این خانه چهارم که نظام سیاسی جمهوری خواهه در حد اعلا و نظام اقتصادی اقتصاد مشارکتی است، ما با فرض ثبات سایر شرایط که در این مدل من نمیارمش، توانایی مهار نابرابری رو داریم. چرا؟ چون با در حد اعلاش، البته به این حد اعلا هرگز نمیرسیم در دنیای واقع، اما میتونیم بهش نزدیک بشیم، با انحلال مناسبات طبقاتی سرمایه دارانه از سوی و تقویت تولید از سوی دیگر روبرو هستیم. اقتصاد ایران از جمله در زمینه در حقیقت بحران نابرابری که به سطوح بی سابقه رسید، اگر راه حلی داشته باشه ترکیبی از این دو استراتژی هست: یک، به سمت نظام دموکراتیک جمهوری خواه حرکت کردن، دو، به سمت فاصله گیری معکوس از سیاست گذاری نولیبرال به شرحی که البته اینجا توضیح ندادم مدفع حرکت کردن. در دولت 11 جمله پایانی ما دقیقا شاهد روندی معکوس هستیم، یعنی مصالحه برای پذیرش نظام ضد مشروطه اگر بدترها بدتر نشه، از سوی و از سوی دیگه تشدید هرچه بیشتر گرایش های نولیبرالی دولت. به این اعتبار چشمنداز سوای این خواب و خیال هایی که در این پاورپوینت داشتیم واقعی، ما به احتمال زیاد تشدید بی سابقه تر نرخ رشد نابرابری هست. خیلی ممنون. خیلی ممنون آقای دکتر مهاجر، شما چند دقیقه وقت داشتید؟ هنوز من
پس چه ذره تصدیق کنم دولت 12 هم منظورم بود، پشت سر دولت 11 هم حرف نمی‌زنم. اگر اجازه بدیم ما چون وقتمون هم کمه اختتامیه هم دارم و هم دندم از برنامه عقب می‌بادیم با در خدمت عادل مشایخی عزیز خواهیم بود. شرایط امکان نابرابری و برابری در ایران عنوان بحثمون این که گفتن آقای حجری قرار بود باشه نیست در مورد مارکس ببخشید سرشت فلسفی نقد اقتصاد سیاسی سویه فلسفی نقد اقتصاد سیاسی صحبت کنم. اگه اون یکی عنوان بود شاید جوابی بود. در حقیقت سعی میکنم به یه ایراد به یه نقد پاسخ بدم، نقد ایرادی که گرفته میشه به یکی از بخشی از چپ گرایش چپ توی ایران که دغدغه فلسفی بیشتری داره و صراحت بیشتری به جنبه های فلسفی و در حقیقت نقد اقتصاد سیاسی توجه میکنه. این ایراد به شکل‌های مختلف صورت‌بندی میشه و در حقیقت حتی گاهی اوقات تا این حد پیش میرن که نقدی که تحلیلی که تحلیل وضعیتی که در اون آمار و ارقام یا در حقیقت تحلیل آمار وجود نداشته باشه نقد انضمامی نیست و خورده میگیرن بر اون گرایش چپی که خدمتتون عرض کردم که روی گردوندن از مسائل انضمامی و غرق امور انتظاری شدن. من برای پاسخ به این در حقیقت ایراد و تاکید بر سویه فلسفی نقد اقتصاد سیاسی یه جمله از مارکس رو در سرمایه نقل کنم، یه جمله معروف که هممون به خاطر داریم. مارکس توی سرمایه میگه یک کالا در نگاه نخست چیزی بسیار پیش پا افتاده و به راحتی قابل فهم به نظر میرسد، اما تحلیلش نشان میدهد که چیزی بسیار عجیب و غریب است، آکنده از ظرایف متافیزیکی و دقایق الهیاتی. در حقیقت من روی همین دو تعبیر آخر میخوام تاکید بکنم. با توجه به این جمله مارکس که گفتم هممون به خاطر داریم و چیزی که من میخوام تاکید بکنم نتیجه این جمله است، مسلمه که دیسیپلینی به اسم اقتصاد ابزارهای لازم رو برای تحلیل این ظرایف متافیزیکی و دقایق الهیاتی در اختیار نداره. البته که از طرف دیگه باید توجه بکنیم وقتی از سویه فلسفی نقد اقتصاد سیاسی حرف میزنیم منظورمون فلسفه به معنای سنتی نیست. در حقیقت با مارکس فلسفه کارکرد جدیدی پیدا میکنه و حالا در کنار نیچه و فروید مارکس به عنوان یکی از پایه های اندیشه مدرن در حقیقت بزرگی مارکس در همین باز تعریف کارکرد فلسفه است، تغییر کارکرد فلسفه. اما از طرف دیگه اون کسانی که انتقاد میکنن میتونن بگن که خب برای نقد این بعد الهیاتی میتونیم از نقد ایدئولوژی استفاده بکنیم، ولی پیشفرضشون اینه که اقتصاد در حقیقت اقتصاد محض زیربناست و روبنای ایدئولوژیک رو هم اون بعد الهیاتی رو باید ببریم توی نقد روبنای ایدئولوژیک. اما برای نقد نکته اینجاست که برای نقد این بعد الهیاتی نقد ایدئولوژی به معنای گرامشیایی یا حتی آلتوسری کلمه کافی نیست. ایدئولوژی با اقناع کار نمی‌کنه. کسانی که علیه ایدئولوژی نمیشورن دلیلش این نیست که نسبت به کارکرد درست سرمایه‌داری اقناع شدن و از نابرابری و فاصله طبقاتی خبر ندارن. نقد ایدئولوژی نقد آگاهی طبقاتی نیست، با
بازسازی آگاهی طبقاتی نیست. به واقع ایدئولوژی بر اساس آگاهی و ناآگاهی کار نمی‌کنه. تا مثلا یک ایدئولوژی رو با نشون دادن نادرستیش یا مثلا خرافی بودنش بتونیم بشه بی‌اعتبار کرد. در این مورد باید به خاطر بیاریم مثال معروف مارکس رو در مقدمه ایدئولوژی آلمانی، اونجایی که اشاره میکنه به اون شخص ساده‌لوحی که فکر میکرد آدم ها در آب غرق میشن چون جاذبه اعتقاد دارن و در اعتقاد میگفت که اگر این اعتقاد رو از سر آدم بیرون بکشیم و بگیم خود متوجهشون کنیم که خرافی هست دیگه غرق نخواهند شد. اما در حقیقت چیزی که مسلمه جاذبه یه امر واقعیه، برای پرهیز از غرق شدن باید راهی برای غلبه بر جاذبه پیدا کرد، باید یه نیروی بیش از با نیروی بیش از جاذبه بر اون غلبه کرد. در مورد سرمایه‌داری هم اوضاع بر همین منواله. ادامه حیات سرمایه‌داری به سبب جاذبه اونه. جاذبه به چه معنا؟ در حقیقت برای پرهیز از غرق شدن در سرمایه‌داری باید با یه نیروی بیش از جاذبه سرمایه‌داری بر اون غلبه کرد. این کلمه جاذبه در حقیقت با معنای طیف معنای متفاوتی که داره ما رو میرسونه به بعد لیبیدویی اقتصاد سیاسی. در حقیقت نقد اقتصاد سیاسی بدون تحلیل جاذبه یا همون بعد لیبیدویی سرمایه داری ممکن نیست. ایدئولوژی مندرج در کردارهای انسان هاست نه در سرشون، مندرج در کردارهای غیر گفتاری و غیر گفتاری و این کردارها رو میل رقم میزنه، میل نه آگاهی. در حقیقت بر این اساس میشه گفت نقد ایدئولوژی، نقد اقتصاد سیاسی بدون توجه به بعد لیبیدویی اقتصاد سیاسی ممکن نیست. اما میل یا بعد لیبیدویی که بنیاد به یه معنی خاص بنیاد کردارهاست، یک امر فردی یا روانشناختی نیست. گاهی اوقات وقتی از میل حرف میزنیم یا میل یا سایر ابزارهای نقد بعد لیبیدویی اقتصاد سیاسی حرف میزنیم، این تصور ایجاد میشه گاهی اوقات که داریم بحث رو روانشناسانه میکنیم. اما میل در حقیقت از فروید به این سو، میل از قید روانشناسی آزاد شده. ما با یک مفهوم غیر روانشناسانه میل سرکار داریم، یک انرژی، یک جریان پیشافردی و اجتماعی. از دیدگاه لیبیدویی جامعه نه متشکل از افراد بلکه متشکل از جریانهای میل، میدان ستیز جریانهای میل. هر میلی شکلی از زندگی و شیوهی از سازمانیابیه. در حقیقت جامعه به این معنا میدان ستیز جریانهای میله که این شیوه‌های متفاوت، شیوه‌های ترکیب، شیوه‌های متفاوت ترکیب عناصر اجتماعی از مادی گرفته تا غیر مادی با هم دیگه در ستیزن. هر جریان میل یک بنیاد ارزیابیه. تبار یا بنیاد به معنای نیچه کلمه، بنیاد تبارشناختی نظامی از ارزش‌ها و معناها. خب با توجه به همین میل، این مفهوم از میل به عنوان در حقیقت مفهوم مرکزی جعبه ابزار مفهومی لازم برای نقد بعد لیبیدویی اقتصاد سیاسی، میتونیم بریم سراغ تحلیل ستیز طبقاتی. در حقیقت ستیز طبقاتی
به معنی واقعی کلمه همین ستیز میان جریان‌های میل طبقه رو نه فقط با کار کرد و جایگاهش در نظام تولید، نه با علایق و منافع طبقاتی، بلکه با میل سرشنمای طبقه یا بنیاد ارزیابی ها و معنا بخشی هاش باید شناسایی کرد. از دیدگاه مارکسیستی با این مقدمات در حقیقت میشه گفت اهمیت طبقه کارگر نه صرفا در فقر و ستمی که تحمل میکنه، بلکه در وضعیت طبقه کارگر، وضعیت پرولتری، به منزله وضعیتی که در اون نیروی یا میل جدیدی برانگیخته میشه که به نوبه خودش در حقیقت در تناظر با شکل جدیدی از زندگی که با از در اساس از اساس با شکل زندگی بورژوایی و ارزش‌ها و معناهای اون تفاوت داره. همونطور که آقای فرهادپور گفتن، اینجا با یه امر ناممکن، نه ناممکن به معنای مطلق، بلکه ناممکن به در حقیقت به معنای نسبی، ناممکن نسبت به شکل بالفعل زندگی، زندگی بورژوایی ناممکنه. با استفاده از تعبیر لایبنیتس میشه گفت با شکل زندگی بورژوایی ناهم امکانه، کمپوسیبیلیته نداره، نسبت به این شکل زندگی ناممکنه. در حقیقت این میل یه پتانسیله که در وضعیت پرولتری شکل میگیره. با شیوه زندگی بالفعل طبقه کارگر نباید اشتباه گرفت. پتانسیلیه که طبقه کارگر رو به چیزی بیش از خودش، بیش از هستی بالفعلش تبدیل میکنه. بر این اساس در هر نوع تحلیل وضعیت طبقه کارگر باید ببینیم این تحلیل در چه افق سیاسی قرار میگیره، یعنی در چارچوب چه سنخی از میل، چه شیوهی از زندگی. این میل یا شیوه زندگی آیا تابع میل بورژواییه یا با اون در ستیزه، با اون ناهم امکانه؟ آیا افق تحلیلمون فراهم آوردن شرایطی همسنگ شرایط طبقه متوسط برای طبقه کارگره؟ آیا بر مبنای وضعیت پرولتری و نه وضعیت بالفعل طبقه کارگر بنا شده و هدف استراتژیکش شیوع و سرایت این میل در سراسر جامعه و از این را دگرگون کردن همه طبقات، طبقات بالفعل؟ اگر چنین باشه، در حقیقت نقد اقتصاد سیاسی به جای گیر افتادن در بن‌بست کینه طبقاتی میتونه افقی یونیورسال برای کنش سیاسی خلق کنه و راه یک جنبش فراگیر رو هموار کنه که میتونه همگان رو مورد خطاب قرار بده. جنبشی فراگیر با این شعار به ما بپیوندید. خب حالا با این مقدمات خیلی موجز سعی کنم اشاره بکنم به میل بورژوایی، باز با مختصات میل بورژوایی با ارجاع به مارکس. میل بورژوایی همینطور که از اشاره کردم، میلی که در وضعیت یک طبقه شکل میگیره میتونه شیوع پیدا بکنه، سرایت بکنه به سایر طبقات. خب میل بورژوایی در حقیقت اون چه طبقات بالفعل رو تبدیل کرده به اونی که هستند، همان چیزیه که تداوم حیات سرمایه‌داری رو ممکن میکنه. این میل رو از طریق سمپتوم‌هاش، از طریق جلوه‌هاش در زندگی خودمون، حتی تو ریزترین جزئیات زندگی روزمره‌مون می‌تونیم شناسایی بکنیم. اما برای تحلیل این میل راه میانبر هم وجود داره که ما برای پرهیز از در حقیقت طولانی شدن بس از همین راه میانبر
مختصات این میل رو با ارجاع به مارکس سعی میکنم تفسیر کنم. مارکس در سرمایه نشون داده که میل بورژوایی به منزله بنیاد ارزیابی و معنابخشی در زندگی بورژوایی یه میل دوگانه و تناقض‌آمیزه. این دوگانگی و تناقض‌آمیزی رو توی این ترکیب انباش مصرف میتونه ببینید. از یک طرف بدون زهد بورژوایی و خودداری از مصرف و به جریان انداختن پول در مسیرهای گردش سرمایه انباشت سرمایه و در واقع ادامه حیات بورژوازی ممکن نیست. این میل همونطور که گفتم میتونه به طبقات دیگه هم سرایت بکنه و در حقیقت متناسب با جایگاه طبقات دیگه در نظام تولید فعالیت پیدا کنه. مثال توی زبان ژاپنی کلمه جدیدی ساخته شده که احتمالا شنیدین، کاروشی. کاروشی معناش مردن بر اثر کار بیش از حد بود. سرنوشت کارمندایی که برای رقابت با دیگران تا سرحد مرگ اضافه کاری میکنن. بعضی ها نظرشون این هست که به طرف به شیوه آشنای مطالعات فرهنگی این امر رو ناشی از فرهنگ سنتی ژاپن میدن، اما این ربطی به فرهنگ سنتی نداره و در حقیقت مربوط میشه به جنون کار به منزله یکی از جلوه های میل بورژوایی. از طرف دیگه این بحث اول بود. از طرف دیگه بدون مصرف برای لذت بردن، بدون مصرف برای اطمینان خاطر از جایگاه اجتماعی، تقاضای مؤثر در میان نخواهد بود و به این ترتیب چرخ سرمایه‌داری نمی‌چرخه. این دو تا گرایش تناقض‌آمیز که به تعبیر مارکس روح زندگی بورژوایی رو دو پاره کرده، سرشت اساسی بعد لیبرالی اقتصاد سرمایه‌داری که حالا به شیوه های مختلف گفتم نه توی طبقات متفاوت متناسب با جایگاهش در نظام تولید با جلوه های متفاوت، جزئی ترین جلوه ها، حالا در حال به میل به مطابق مد زندگی کردن، نمیدونم لباس مارک پوشیدن، شیک پوشی، به همه طبقات سرایت میکنه. حتی بعضی اوقات نزد مثلا منتقدین چپ هم این ماجرا رو میبینیم. میل بورژوایی مستقل از آگاهی. مارکس توی سرمایه وقتی میل بورژوازی رو تحلیل میکنه و نشون میده زندگی بورژوایی بین میون شهوت انباش و تمایل به مصرف دو پاره شده، دو سطر از فاست گوتر نقل میکنه. این اون دو سطر در این در سینه او دو روح سکنا دارد، یکی پیوسته در تکاپوی بریدن از دیگری است. در حقیقت بقای تداوم این شکل از زندگی در گروه پیوند این دو روح متنافره، در حقیقت که یکی به تعبیر با استفاده از تعبیر فاست گوته، یکی پیوسته در تکاپوی بریدن از دیگری است. یه نکته دیگه ای که به عنوان آخرین نکته بهش اشاره میکنم و در حقیقت یه بعد الهیاتی دیگری رو نشون میده توی تحلیل‌های اقتصادی،
مربوط میشه به مؤلفه های اقتصاد کلان، رشد اقتصادی، تورم، بیکاری. در واقع ببینید کارکرد الهیاتی اینها چجوری، حالا نزد اقتصاددان های نئوکلاسیک به یه شیوه و گاهی اوقات نزد برخی از اقتصاددانان چپ حتی به یه شیوه دیگه. در حال همونطور که مثلا توی عهد عتیق ملاک همه چیز رضایت یهوه است و شکل زندگی بالفعل اهمیتی نداره، شکل زندگی حالا که بالفعل چه به قوه اهمیتی نداره، زندگی واقعی اهمیتی نداره، در حقیقت این شاخص های این رقم هایی که به عنوان معیار معرفی میشن حکم رضایت خدایان رو دارن. همین که مثلا رشد اقتصادی به فلان این درصد برسه یا تورم در فلان درصد محدود بشه، بیکاری و فلان، همه چی درست مثل رضایت خدایان. دیگه مهم نیست که چه بلایی سر آدم های واقعی میاد، که در حقیقت چه شکل زندگی تحقق پیدا کرده و چه امکانهایی به تعبیر آقای فراتور ناممکن شدن، حتی کوچکترین اصلاح. در مقام جمع‌بندی این که در حقیقت تأکید اصلی روی می و جلب بعد لیبیدوی اقتصاد سیاسی بود، نکته دقیقا اینه که در مقام کنش و فلسفه به مسابه کنش انتقادی کارش آگاهی بخشی نیست، کارش رو کردن خرافات نیست. به یه تعبیری همگان میدونن که سرمایه داری با فساد و نابرابری کار میکنه. فساد و نابرابری، بحران، همونطور که آقای مالجو توضیح دادن، موانع روش. اگر ایران رو به عنوان نقطه‌ای در شبکه گردش و انباشت به سرمایه جهانی در نظر بگیریم، موانع رشد سرمایه نیستن، شرایط رشد سرمایه هستن. و دقیقا سرمایه داری برخلاف اون چیزی که اقتصاددان های نئو لیبرال حالا با گرایش های متفاوت ادعا میکنن، دقیقا کارش ایجاد نابرابری است. وقتی که صحبت میشه در مورد آثار سرمایه داری مدام میگن که خب توی مثلا کشورهای مرکز که سرمایه داری قوقا میکنه، سرمایه داری معجزه میکنه، توی کشورهای مرکز بله، توی کشورهای پیرامونی همون 3-4 درصدی که گفتن بله، اون بالا قوقا میکنه، ولی این پایین مهمه که چه اتفاقی میفته. و این چیزی که میدونیم، من یه برای پایان بحثم از یه دوست کارگرم یه جوکی رو نقل میکنم، یه جوکی در حقیقت برای توضیح این نکته، البته کپی رایتش رو به من داد و گفت قبل از اینکه بگی حتما عذرخواهی کن. یه آقای یه ساعتی از روز میره خونه و هم زنش رو توی وضعیت غیرعادی میبینه، مشکوک میشه و زیر تخت رو نگاه میکنه و میگه این مردی که اینجا چی کار میکنه. خانمش میگه زیر تخت رو نمیدونم، ولی رو تخت قوقا میکنه. ادالت چند باریت برای بریدیش خب اول سمو خستی نباشید باز بحث فیلم تودانی شده و امیدوارم بحث من دیگه خستگیتون رو دامن داغل نزن. من در حقه پرسش برابری رو مطرح میکنم و اصلا اطلاع بیدم از سه منظر در حقه به این سوال هستی که در هر فعالیت سیاسی یا مبارزه سیاسی یا بحثی که راجع به سازماندهی عادلانه تر جامعه مطرح میشه که عموما در حقه برخورد
حول محور برابر میگرده سه جواب به این سوال میدن و با یه دردازه که همون ابتدا دامن همه کسانی که فعالیت میکنن برای تحقیق برابری رو میگیره. این سوال رو من به نقل طرح میکنم که واکر والزه در سالهای ابتدایی دهه 80 میلادی مطرح کرد و به سوال هم سازه این بود، این که همه کسانی که در راه برابری مبارزه میکنن یا زبون خودمون بگیم سنگ برابری رو به سینه میزنن، همین که سازماندهی میکنن یا جنبشی به راه میندازن و بعد تقسیم کار میکنن به همون آرمانی که در راهش دارن مبارزه میکنن خیانت میکنن. یعنی چرا کسانی که از برابری دم میزنن در راهش پیکار میکنن اونها خودشون به شکل‌های مختلف به نابرابری ها دامن میزنن؟ این سوال در اوایل دهه 80 به این عنوان به این شد دلیل حادتر بود که تقریبا همه پذیرفته بودن ما بدیلی برای نظامی که بر نابرابری ها مقوم ساختاری جامعه است اونجا که خب باید نابرابری عمومی هم به طبیعی بپذیریم، چون هر تلاشی برای رفع نابرابری ها به دیکتاتوری، به استبداد، به جباریت یا به شکل‌های مختلف از نفع نابرابری مجدد یا دامن زدن به نابرابری ها ختم میشه. به این سوال میشه سه رو جواب داد. جواب اول رو از قول ماکل بازر براتون خواهم گفت که در هم دهه 80 مطرح کرد و در مبنای تابعه یک تصوری از برابری بنا شده بود که برابری یک آرمان میگرفت و میگفت که خب این آرمان از یک طرف جذابه، از طرف دیگه ناممکن به نظر میرسه و ناممکنیش هم کسانی که در باشگاه کار میکنن ثابت میکنه. ایده ماکل بازر اینه که باید تعریف برابری رو تغییر داد و برای تغییرش به جای برابری ساده یا اون چیزی که شما به شکل تحت لفظی از این مفهوم میفهمید برابری پیچیده رو پیشنهاد کرد. ریشه این فلسفی این تعریف نو از برابری یا برابری رو تبدیل برابری پیچیده کردن در گفتار او متکی بود بر دو نقل قول از تفکرات پاسکال و یه نقل قول از نوشته های جوانی مارکس. اون دو رو براتون خواهم خوند و بعد پیشنهاد عملی ما که بازه. جواب دوم که درستی خواهم کرد اگر فرصت بدیم فرصتی داشته باشیم و شما هم تحمل کنید، جواب است که باز در همون دهه 80 یک فیلسوف رادیکال فرانسوی مطرح کرد و او در جواب این سوال که چرا این برابری مبارزان خودش رو به تناقض میکشونه، مشکل اصلی رو در این دونست که ما برابری رو اساسا آرمان میخونیم، برابری آرمان نیست. طبق ادعای ژاک رانسیر فرانسوی برابری یک اکسیومه، یک اصل موضوعه. جواب دوم هم به وقتش کمی در موردش حرف میزنیم، اجالتا میشه اینطور مختلف خلاصه کرد جواب رامسیه رو. به دعای رامسیه ما چیزی به اسم هدون اکوالیتی نداریم، برابری چیزی نیست که آدم ها ازش برخوردار باشن. ما فقط دوینگ اکوالیتی داریم، یعنی فقط عمل کردن به برابری داریم. باز به زبان ملموس‌تر برابری فقط از طریق مبارزه در راه برابری تحقق پیدا میکنه و هیچ شکل دیگه برای تحقق برابری به عنوان آرمان یا رسیدن به اون وجود نداره و بنابراین باید برابری رو پیش‌فرض هر پیکاری، هر کنش به معنی عام کلمه راهی بخش گرفت. پس جواب اول برابری به عنوان آرمان مطالعه میکنه، جواب دوم برابری به عنوان اکسیوم دقیقا ما تو این دورهای قرار میده. جواب سوم رو از آلن بادیو اخذ خواهم کرد و او برابری رو رکن اصلی ایده ابدی عدالت توی هر گونه سیاستی که به معنی دقیق کلمه تعریف بشه، یعنی تلاش جمعی، همکنش، هم تفکر برای سازماندهی جامعه عادلانه‌تر، برابری به عنوان یکی از ارکان این ایده ابدی تعریف میشه و اون ایده خود ایده مرکبه. بنابراین که تعریف سوم یا جواب سوم برابری نه آرمان میگیرید نه اکسیوم، برابری ایده است مرکب از ضوابط آرمان و اکسیوم و تو قسمت پایانی در اون ایده رو سعی می‌کنم بس بده. برای توضیح ایده اول میشه از یه مسئله شروع کرد که چون خودم بیشتر مترجم بودم، همه کسانی که تو ایران در فلسفه سیاست قلم میزنن یا ترجمه میکنن بهش برمیخورن، از جریان های لیبرال چپ بگیرید تا جریان های چپ یا هر کسی که فلسفه با این متون سر و کله میزنه، میتونه یه کلمه مسئله دار توی این متون وجود داره و اون کلمه بودزه.
خیلی که سادش بکنیم میفهمید که معمولا وقتی یه مترجم به واژه بود به حالت به صیغه جمع برمیخوره میدونه که نمیتونه اونو سریع بگه خیرها، مجبوره این بگه که این بود عموما کنار سرویسز قرار میگیره، یعنی میشه کالاها و خدمات. در ناخودآگاه فکر کردن ما این قضیه موثره، یعنی ما هر وقت که به goods and services فکر میکنیم داریم به خیرها فکر میکنیم در کنار خدمات قرار میگیره و خیلی واقعی در واقع یه مشت کالاه، یه مشت اجناسه که ما با هم مبادله میکنیم و خرید و فروش میکنیم. ترجمه های یک کمی با حسن تعبیر بیشتر موقعی که مثلا معنای متفکرانی مثل رابز بهش دارم میخورید به شما بعضی وقتا میگن پرایمری گودز رو ترجمه کنید به امکانات اساسی، امکانات اولیه دیگه دخلی هم به بود نداشته باشه. مثلا در مورد این متون این بود که هر کی کلمه بود رو میشنید مقابل ایول میذاشت و میگفت خب این خیلی شره، یعنی بحث ظاهرا باید الهیاتی باشه یا حتی اگر در از فراشوش هم صحبت میکنیم بازم منظور خیر و شره و نبته نیکو بعد که به غلط روی فارسی ترجمه شده. از اون طرف گودها دائما شما رو میگارن توی فضای کالاها در کنار خدمات قرار میگیره. خیلی ساده حرف واضح اینه که یعنی در واقع از کتاب حوزه‌ی دولتش استنباط میکنم این که جامعه سرمایه‌داری جامعه است که تمام گودها رو یا اصلا خود مفهوم گود رو مستحیل میکنه در مفهوم کالا، یعنی چیزی خیر است یا به صلاح ماست یا به دردمون میخوره، یعنی میتونی بگیم که به درد نخور نیست که بشه مبادلش کرد، فروشش کرد یا یه جوری در اون تبدیل به تالاش کرد. ما که بازه کشتاد اولیش اینه که یه مفهوم برابری از برابری ساده خارجش کنیم، همونجور که بهتون گفتم دو فقره از نوشته های پاسکال و مارکس کنار هم میذاره و بر اساس اون در واقع ترکیه از جباریت پیشنهاد میکنه که با به شکل سلبی در واقع اشاره داره به مفهوم برابری پیچیده نه برابری ساده. جمله‌ای که براتون میخونم جمله های پاسکال. پاسکال میگه ماهیت جباریت رو میتونیم اینطور تعریف کنیم، جباریت یعنی خواهش تسلط بر کل جهان و اون هم بیرون از حوزه خاص خودش. مثالی که پاسکال میزنه خیلی معلومه، بازم براتون میخونه. اون میگه ما در جهان واقع دسته‌های گوناگون داریم، تنومندان، زیبارویان، هوشمندان، پرهیزکاران. هر کس به جای خود سروری دارد و نه در جای دیگر، اما گاهی افراد به هم برمیخورند. تنومندان و زیبارویان برای رسیدن به فرادستی با یکدیگر پیکار میکنند. چهلوانه چرا که نوع فرادستیشون با هم متفاوته، اونها همدیگر رو بد میفهمن یا دچار این اشتباه میشن که هر یک قصد سلطه یافتن و همگان رو داره. هیچیز در این جنگ به کف نمیاد، نه حتی قدرت و توانایی، چرا که توانایی در مملکت خرد ناتوان است. جباریت بنابراین گزاره های زیل، این میشه تعریف جباریت، گزاره زیل هم کاذبم و هم حاکی از جباریت. من زیبارویم پس باید به من احترام بگذارن، من تنومندم پس باید من را دوست بدارن، من فلانم پس دبست الهازا. خب اینها چیزهاییست که او به عنوان گزاره های جبارانه و کاذب معرفی میکنه. جهان امزادات جهان صدق فقط همین گزاره هاست، یعنی جایی که مشاهیر رسانی یا همون به صلاح سلبریتی ها در مورد همه چی تصمیم میگیرن، هم سرنوشت انتخابات ها، هم کارهای انسان دوستانه، هم اعتراض سیاسی، فعالیت اجتماعی. خب میفهمید که این مفهومی که پاسکال از کلمه میفهمه جباریت محض خیلی هم طبیعی و خوشایند ما تجربهش میکنیم. تعریف موجز پاسکال از جباریت اینه، جباریت یعنی خواسته تصاحب چیزی با وسیله‌ای که فقط با وسیله دیگر میتوان اون رو به دست آورد. ما تکالیف مختلف رو وامدار صفات مختلفیم، عشق واکنش مناسب است به دلربایی، ترس به تنومندی، باور به دانایی. شبیه این استدلال رو شما در نوشته‌های جوانی مارکس هم بهش برمی‌خورید. من تکه‌ای از دست نوشته‌های اقتصادی فلسفی مارکس در 1944 رو براتون می‌خونم. مارکس می‌گه فرض کنیم انسان باشه و فرض کنیم رابطه او با جهان رابطه انسانی باشه. اونگاه عشق را فقط با عشق می‌توان معاوضه کرد، اعتماد رو با اعتماد و باز از همین برای بیاس بگیرید. اگر آرزو دارید از هنر محظوظ شوید باید که تعلیم هنری دیده باشید. اگر آرزو دارید سخنتان در دیگران نافذ باشد باید کسی باشد که به واقع تأثیری انگیزنده یا برانگیزنده بر دیگران داشته باشد. اگر عشق می‌ورزید بیان که متقابلا عشقی برانگیزید، یعنی اگر قادر نیستید با ابراز عشق خویش مشهور دیگری شوید، اونگاه عشق شما ناتوان است و مایه شوربختی.
این دو استدلال ساده به نظر ماده بازر دو تا ماده خوب در دست نظریه میده، یکی برای تعریف ملموسی از جباریت داره که برای تعریف تازه از برابری که اسمش میشه برابری پیچیده میذاره. ماده بازر میده که ما در واقع بودهای مختلف داریم، بودهای مختلف رو میتونیم ترجمهش کنیم به نعمتها یا موهبتهای اجتماعی که همشون هم تعریفهای جمعی یا اشتراکی داریم یا بر اساس استنباطهای جمعی ما تعریف میشن. هر موهبت یا هر نعمت اسفیری رو تعریف میکنه، حوزه رو، و در حقیقت عدالت میشه توزیع برابر اون بود یا اون نعمت خاص در حوزه خودش. اگر که شما این حوزه ها رو مرزهاشو به هم بزنید یا کسانی که در فلان حوزه هستن تعیین تکلیف کنن درباره نعمتی که در حوزه دیگه تعریف شده، این میشه جباریت، خواهش سلطه، و سیاست میشه هنر مرزکشی یا مرزها رو مدام تعریف کردن. برای اینکه بحث معلوم شه و به وضعیت تاریخی ما معلوم شه، سه مثال برای این حوزه ها میزنیم. کتاب حوزه های عدالت تعریف تاریخی و انضمامی و بحث انضمامی مفصل در مورد همین حوزه هاست. سه حوزه که به درسته ما معلوم میشه، باطن یکی حوزه سیاسته، یکی حوزه دینه و یکی حوزه بازار. واضح خب یه لیبرال چپ محصول میشه توی دهه 80، میگه در حوزه سیاست نعمت اصلی قدرت سیاسی است، در حوزه دین نعمت اصلی فیض الهی است، و در حوزه بازار نعمت اصلی کالا و پوله. در جامعه سرمایه‌داری همونجور که مارکس به خوبی نشون داده بود، بازم در دست‌نوشته‌ها پول تبدیل میشه به پاانداز جهانی که توی تمام حوزه‌ها مسئولیت داره و حرف اول آخر رو میزنه. و خب جامعه سرمایه‌داری جامعه‌ای است که جباریت کالا و پوله. در همه حوزه‌ها شما مشغول کالا سازی یا محوریت بخشیدن به پول. در حوزه دین قاعدتاً فیض الهی باعثی حرف اول آخر رو بزنه، و در اونجا خب گناه اصلی یا کار ناعادلانه اصلی اینه که خب شما فرضاً خرید و فروش کنید مقامات کلیسای مناسب دینی رو، و خب این لاغو میشه شبیه که در حوزه دین تعریف میشه. اما قضیه اینه که هر کدوم از اینها جباریتشون یه ظهور سیاسی داره، یعنی این بحثی که خب شاید واضح کنن تا پیش نمیبره. جامعه سرمایه‌داری جامعه ایست که کالا و پول رو به بقیه حوزه‌ها تسری میده. منطق اداره جامعه یا سازماندهی جامعه بر این اساس میشه اولیگارشی، اولیگارشی مالی، اولیگارشی رسانه‌ای و انواع اقسام اولیگارشی ها، این همه کسانی که مالکان هم. و حوزه دین وقتی تبدیل به جباریت بشه، قاعدتا تجلی سیاسیش میشه تئوکراسی، چیزی که ما دیگه حداقل یه 3-4 دهه هست که درگیرش هستیم، نه به طور مطلق ولی خواهم گفت چرا. و حوزه سیاست قاعدتا وقتی که قدرت سیاسی به عنوان موهبت اصلی یا نعمت اصلی تعریف بشه و بر اون اساس شما تکلیف کنید برای حوزه‌های دیگه، نتیجهش میشه به اصطلاح توتالیتاریسم. در تاریخ قرن 20 و حالا که به قرن 21 رسیدیم، فکر میکنیم که تکلیف رژیم های توتالیتر روشن شده، چون رژیم های توتالیتر دقیقا همون رژیم هایی بودن که علیه نابرابری ها می جنگیدن. در واقع نابرابری هم کاملا طبیعی است و رقابت اصلا نابرابری به وجود میاره، و شما راه منطقی تر و معقول تر و حتی طبیعی تری برای سازماندهی جامعه غیر از محوریت بخشیدن به رقابت ندارید. خب ظاهرا پس ما توتالیتاریسم دیگه به مفهوم نداریم، غیر از یه کشوری که خب سردندارانش دیوانن و همیشه مثال زده میشه، یعنی کره شمالی. توکراسی هم ظاهرا دیگه نباید داشته باشیم، چون دیگه عصرش به سر اومده. ما به شکل تاریخی ثابت کردیم که امکانش هست، ولی اینکه چرا امکانش هست، علتش اینه که تمام رژیم های موجود توی یک اصل مشترکن، اینکه همشون به یک بخشی از به یک شکلی از اولیگارشی تن سپردن. بنابراین میتونیم بگیم توی وضعیت تاریخی خودمون با هر سه فرم درگیریم، یعنی هم با توکراسی، هم با اولیگارشی و هم با توتالیتاریسم. این یعنی پیچیده ترین جامعه‌ای که میتونید درش از برابری و مبارزه برای برابری صحبت کنید. من بحث بازه رو اینجا راه میکنم، چون فکر میکنم اگر بازه بحث خودش رو تا پیش میبرد، باعث میگفت که خب نظریه حوزه‌های عدالت
یعنی که مواظب باشیم مرزهای بین این حوزه ها زیر پا گذاشته نشه یا حوزه ها در کار هم دیگه مداخله نکنن. این اصل به سر اومده، چون میتونیم بگیم که همه جای دنیا سرمایه‌داری اولیگارشی وجود داره و سرمایه‌داری قدرت یا میل ترکیبی منحصر به فرد در تاریخ داره، میتونه با دین ترکیب شه، میتونه با دیکتاتوری ترکیب شه، میتونه چین کمونیست رو تبدیل کنه به وحشتناک‌ترین شکل سرمایه‌داری معاصر، کشور ما رو هم میتونه تبدیل کنه به شکلی از ترکیب سرمایه‌داری دین به خاطر وجود نفت و حالا باقی بحثی که دیگه همه باشیم آشنا هستید. من برای قسمت دوم از نظریه رانسیر کمک میگیرم. رانسیر میگه که در مورد برابری وقتی حرف میزنیم مشکل اینه که اصلا برابری یک آرمان تعریف میکنیم. وقتی آرمان میگیریدش، هر گامی که برمیدارید به سمت این آرمان باز نابرابری هایی رو بازتولید میکنه. به این جهت بایستی در هر مبارزه رهایی بخشی برابری رو اکسیوم یا اصل موضوع یا با مسامحه پیشور گرفت و موضوع برابری به این ترتیب میشه مشارکت هر سوژه در برابر ساختن خودش با دیگران. به این ترتیب برابری موضوع یک فرایند سوژه سازی است. در جهان لیبرالی امروزه در گفتارهای مسلط شما برابری رو با فردیت پیوند میزنید و خب این فرایند سوژه سازی متفاوت با فرایند فردیت بخشی. خب این همون چیزی بود که رانسیر ازش به عنوان تفکیک بین داشتن برابری و عمل کردن به برابری صحبت میکنه. در نظریه رانسیر شما دو تجلی برای برابری دارید، تجلی سلبی یه تجلی ایجابی. تجلی سلبی به ما میگه هیچ دلیل خوب یا موجهی برای اینکه یه تقسیم پایدار بین کسانی که حق حاکمیت دارن و کسانی که بایستی محکوم باشن یعنی با تابع حاکمان باشن وجود نداره. این تجلی سلبی برابری است. بنابراین هر بحث کارشناسی یا هر بحث صاحب نظرانه در مورد سیاست روش اداره جامعه اونها اینها همشون طبقا نافی اصل موضوع برابری است. تجلی ایجابی هم برای این قضیه رو معرفی میکنه، اینکه در تجلی ایجابی شما فرض رو برای این قرار میدید و این یه گزاره تجربی یا بر اساس سنجش IQ ها نیست. فرض رو برای این قرار میدید که همگان دارای هوش برابرند و این معنیش در سیاست اینه که هر کسی ظرفیت برابری توانمندی برابر داره برای مشارکت در اداره جامعه. تنها شکل قابل دفاع اداره جامعه یه جور میتونید حتی بگید حکومت آنارشیکه، یعنی شما فقط بر اساس قرعه کشی میتونید حاکمانتون انتخاب کنید. و تجربه تاریخی هم حرف رانسی رو تا حد زیادی تصحیح میکنه، این که شما انواع اقسام برنامه‌ریزی هایی که برای انتخابات میکنید، برای اداره درست جامعه دموکراتیک جامعه میکنید، در دو حالت اصلیش یعنی کشور ما و امریکا نتایج رقت انگیز و مضحک و البته گروتسک داشته. در پیشرفته ترین و آزادترین جامعه دنیا از ولش ترامپ در میاد و در کشور ما که پشت سر هم در واقع همه سورپریز میشن و همه مشغول بابا کردن در عرصه سیاست. گام سوم که برای بحث برمیدارم و بحث یواش یواش میگم ببندیم، برمیگرده به نظریه آدام بادیو و ماجرا خیلی ساده اینه. شما در مورد برابری توی هیچ کدوم از گفتارهای موجود درست نمیتونید صحبت کنید. علت اینه که اصلا ما از سیاست تعریف دو تعریف داریم، نگیم تعریف غلط و درست. تعریف اول از سیاست که میتونید بگید ریشه‌ای تا اندازه ارسطویی داره اینه که مسئله در سیاست بر سر تسخیر قدرت دولتی و اعمال قدرت دولتی است. این یعنی بایستی جامعه رو به شکل رالیستی بر اساس هر بار یه دالی رو برجسته کردن، یه دور امنیت، یه دور آزادی، یه دور برخورد ادغام در نظام تجارت جهانی و هر چیز دیگه، ولی شما بایستی راه های اداره رالیستی قدرت دولتی رو طراحی کنید و در بهترین حالت فعالیت سیاسی در انحصار گروهی در میاد که باید بگید کارشناس هن، تکنوکرات هن یا به هر ترتیب دیگه بلد هن، یعنی مناسبات روز دنیا رو میشناسن. و نقطه مقابلش هم مکمل تئوریکش هم میشه اما هستن بحثای کارشناسانه، یعنی ما باید دائما تحلیل شرایط مالی اقتصادی حیات جوامع رو مد نظر داشته باشیم تا بتونیم تصمیمای درست بگیریم یا جامعه رو از این که هست بهترش کنیم. در تعریف دوم از سیاست مسئله اصلی عدالته، یعنی تمام روال ها و رویه هایی که
ما پیش می‌برم به سمت سازماندهی جامعه عادلانه‌تر. اینها مفهوم اصلی سیاست، یعنی تمام مجموع رویه‌ها شما باید بشه که در مجموع نام سیاست برشون بذاره. نقطه شروع قطعا خود افلاطون، چون اینجا مثلا ایده عدالت و این ایده تقریبا ایده ابدی است. یعنی فرق نمی‌کنه شما در کدوم مقطع در کدوم جامعه باشید، هر بار که شروع می‌کنید به فعالیت سیاسی باید از اینجا شروع کنید. بعد یه اصطلاحی که خیلی جذابی داره اون که ما در تاریخ خیلی طولانی و کش آمده و خب از دید خیلی‌ها بی پایانی به سر می‌بریم، اسمش رو عصر نوسنگی سیاست می‌ذاره. در عصر نوسنگی سیاست شما هر حرف سیاسی، هر گزاره سیاسی، هر کنش سیاسی که تصور می‌کنید یه چیز توش مفروضه. از یه چیز نباید سوال کرد، یه مسئله رو نبایستی مطرح کرد، اون مسئله اسمش مالکیته. در گفتار بعدی هر سیاست حقیقی، منظورم از سیاست حقیقی کنش تفکر رهایی بخش بر اساس رویه هایی که شما به سمت سازماندهی عادلانه‌تر جامعه برمیدارید، در هر کنش سیاسی حقیقی باید از مسئله مالکیت شروع کرد و اون کسانی که یا گفتارهایی که یا جریانهایی هر چیز دیگه که مسئله مالکیت رو مطرح نمی کنن، اونها متعلقن به تعریف اول ما سیاست. یعنی سیاست همون روال تسخیر و اعمال قدرت سیاسی و اداره رئالیستی اون قدرت. بعدی رو دام میکنی که نصر نوسنگی باید یه وقتی تمام بشه تا به تعریفش هست. نصر نوسنگی است و برای این کار هر گزاره سیاسی که به زبون میارید باید ابتدا مسئله مالکیت رو مطرح کنید و وقتی مسئله مالکیت مطرح بشه، وقتی متوجه بشه که قلم روی سیاسته، وقتی فهمید که در گفتار اقتصاد سیاسی اون بخش اقتصادیش مهم نیست. تحلیل اقتصادی در بهترین حالت کارشناس ها رو چند دسته میکنه؟ کارشناس های خیرخواه، کارشناس های واقع‌بین، کارشناس های نون به نرخ روز، کارشناس های دولتی. و خب دولت همیشه در واقع قلم روی ترکتازی کارشناسان نون به نرخ روز خوره. این طرف ما کارشناسان مکمل هم داریم، ولی کارشناسان اگر بحث اقتصاد سیاسیشون رو سیاسی نکنن، یعنی اگر از همون ابتدا نگن که مالکیت نه مقوله حقوقی است در درجه اول، نه مقوله اقتصادی است، حتی در خود اقتصاد سیاسی هم در مورد مالکیت نمیشه حرف زد به درستی. مالکیت یه مقوله سیاسیه، مقوله سیاسی کامله و دقیقا تمام نظام های امروز که ما به نام دموکراسی میشناسیم اینا همشون از یه جا شروع میکنن، از اینکه شما در مورد صحبت کردن در مورد مالکیت رو خیلی راحت و طبیعی بی‌دغدغه سرکوب میکنیم. ما دائما در تمام انتخابات ها شرکت میکنیم، هی میگیم انتخابات آزادانه، انتخابات مشروط، انتخابات شکل امریکایی، شکل اروپایی، شکل چینی، شکل ایرانی، شکل ترکیب همه اینها، ولی این مهم نیست. مهم اینه که از یه چیز حرف نمیزنیم، از مالکیت صحبت نمیکنیم. به همین علت در هر جای دنیا هر انتخاباتی یه رفراندومه، یه همه پرسیست برای سهه گذاشتن به این که مالکیت خصوصی یه امر کاملا طبیعی است نه تاریخی. هر فعالیت سیاسی باید از زیر سوال بردن نهاد مالکیت خصوصی شروع کنه، چون با هر بحثی که آغاز کنید از نابودی محیط زیست، از بحران اکولوژی، از بحران‌های انسانی، از هر بحرانی که حرف بزنید، حتی از خود بحران‌های اقتصادی، همه داستان برمی‌گرده به یه سوالی که اون سوال رو هیچ‌وقت نمی‌شه طرح کرد. در سطح جهانی اون سوال نمی‌شه طرح کرد. به تعبیر بدیع علتش روشن، علتش اینه که همه به نام دموکراسی الفبای دموکراسی رو نقض می‌کنن. الفبای دموکراسی حکم می‌کنه که شما هیچ گونه اولیگارشی رو نپذیرید. این چیزی که ما امروز داریم یه اولیگارشی فاسد مالی رسانه‌ای است، چه شکل‌های مضحک ایرانی آمریکایی، چه شکل‌های کمتر مضحک اروپاییش و انواع اقسام گفتارهایی که نابرابری‌های مبتنی بر نهاد مالکیت خصوصی رو تبیین قلمداد می‌کنن. این نابرابری‌های تبیین قلمداد شده هر گونه ایده واقعی از آزادی رو به شکل مصیبت‌باری تحریف می‌کنه. پس دوگانه ما دوگانه آزادی برابری نیست. دوگانه اصلی، دوگانه گفتارهایی است که از مالکیت شروع میکنن. الان که توی مقطعی نیستید که بگه بحث تئوریک یا آماری در مورد مالکیت بحث کنیم. مالکیت فوری فوتی ترین بحثه. همین الان بایستی نهاد مالکیت خصوصی رو زیر سوال برد، چون دفاع از نهاد مالکیت خصوصی به معنی انکار الفبای دموکراسی است. من جواب بعدی رو براتون خواهم گفت و دیگه بحث رو می‌بندم.
تمام سیاست‌هایی که از زیر سوال بردن با زیر سوال بردن مالکیت خصوصی کار رو شروع میکنن دارن اشاره میکنن به چیزی که اسمش رو بعدی و فرضیه کمونیسم میذاره. در قرن بیستم فرضیه کمونیسم اولین و آخرین آزمایش هاش رو برای اینکه خودش رو اثبات کنه یا در واقعیت پیاده کنه اثر گذارونده درخت کنه. این فاصله زمانی که ما برای آزمایش فرضیه کمونیسم پیاده کردنش داشتیم 7 دهه بوده. این 7 دهه رو بایستی در نسبت با یه تاریخی تعریف کنید که چند هزاره طول کشیده، یعنی هم عصر به اصطلاح مرسنگی سیاست. تو این فاصله شما یه آزمایشی داشتید که این آزمایش به شکست خورده. فقط مثلا اینه که هر فرضیه وقتی مطرح میشه تو اولین آزمایشش تقریبا محکوم به شکسته. تمام کسانی که بعد از اون دارن مبارزه میکنن در بهترین حالت سوسیال دموکراتن، در باز هم البته به شکل به این تحبیل دیگه بدترین و دشتادن بهترین حالت، یعنی روکترین حالت، دقیقا ضد فرضیه کمونیسم. ولی فرضیه کمونیسم فرضیه است که نقطه شروع هر گونه مبارزه است، یعنی اصلا الفبای دموکراسی با فرضیه کمونیسم گره خورده. و این که اولین گامی که شما برای اثبات این فرضیه برداشتید به شکست انجام میده، حتی پیامدهای فاجعه بار داشته، به هیچ ازش نتیجه نمیشه که به همون تاریخ عصر نوسنگی سیاست ادامه بدید. برای وضعیت پیشنهاد بدیونی اینه که 4 اصل اساسی برای فرضیه کمونیسم تعریف کنیم و اینها مختصات هر مبارزه ای رو تعریف میکنیم. ایده برابری رو هر کسی که پیکار رهایی بخش میکنه باید از خودش اول بپرسه که چگونه میشه بساط مالکیت خصوصی وسایل تولید رو برچید. تا این اتفاق نیفته هر کاری که ما میکنیم وضعیت رو وحشتناکتر میکنه و این وخامت گفتن وخامت نیست که ما پیش روم باشه، فاجعه همون چیزیست که داریم فعلا توش نفس میکشیم و به زندگی توی چارچوبش ادامه میدیم. دوم اینه که باید که به هر گونه تقسیم کار تدریج داده شده بین وظایف مدیریت و اجرایی خاتمه بدیم. شکل سنتی مارکسیستا به این میگفتن تلاش برای پایان دادن به تقسیم کار فکری و یدی، یعنی همون شکل زندگی بورژوایی که برای ما طبیعی تصور میشه. اصل سوم اینه که باید که همه وسواس‌های معطوف به هویت‌های جمعی رو توی مبارزه سیاسی کنار گذاشت و این چسبیدن بیمارگون به دغدغه‌های ملی، هویت‌های ملی و بعداً زنمش کردن ماجرای قومیت‌ها یا ترس از تجزیه طلبی و بعد اصلا مسئله سیگنیفایر به اسم امنیت، این خلاف در اون مبارزه هر گونه مبارزه سیاسی است. و رکن چهارم یا اصل چهارم اینه که باید این دولت رو به هر ترتیبی تضعیف کرد و دولت دقیقا به همون معنایی که در تمام مبارزات مارکسیستی بهش اشاره میشد، مبارزه مارکسیستی یا انقلاب کردن به معنای آغاز کردن فرایند محو تدریجی دولت به عنوان یک موجودیت حقوقی یا نهادی مستقل از جامعه و از اون طریق هر گونه سازماندهی قطعا سازماندهی منافی با نابرابری خواهد بود. بنابراین من فکر میکنم باید وقتی به برابری فکر میکنیم برابری رو ایده بگیریم مرکب از یک آرمان و یک اکسیوم و جدا از بیرون از صحبتی که میشه در مورد فرضیه کمونیسم کرد که اصول هر مبارزه رو تعریف میکنه، هر گونه بحثی یا ادعایی برای تحلیل برابری ها به نظر محکوم به شکسته. متشکرم. خیلی متشکرم از همه از حاجز بزرگ برای فرمات و برای صداقت برای مواجی و برای مشبهی و ساقه نجفی عزیز. من یک بار دیگه از آقای دکتر سرایزاده، خانم دکتر احمدنیا، خانم دکتر خویدلو تشکر میکنم از انجمن جامعه شناسی. واقعا اگر به اخلاقی هم بعد ما کردیم ما رو ببخشید، ما از شما تصاحب و سیصد را آموختیم به این نمایش. از آقای ایساری و دکتر کاویانی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل مؤسسه پرچم تشکر میکنیم به روز در خدمتشون بودیم و از همه شما عزیزان که تقریبا 2 ساعت بودیم نشستید. آخر هفته به همه خوش بگذاره. خدا نگهدارتون. Thank you.
وای ولی کی